اینا کجا میاد؟ تو اینو از کی داشتی؟ از اون صدای مال مولانا اومد؟ میخواستم برم و مثلا خب برم دوره ویپاسانا، مثلا برم دوره 10 روزه سکوت، انگار یه فرایه حالا این کشورها و جاهای دیدنی و تجربه هایی که اونام خیلی برای خودش میتونه آدم رو تغییر بده. یعنی دستاورد های دنیای بیرون هم داشتی دونه دونه بهشون فکر کرد که باید اینا رو هم بذارم و برم. و وارد دنیای کار شدم و گفتم که تو تئاتر هیچ وقت نمیاد یکی به یکی مثلا شما لیسانستون رو ما نشون بدیم، میگه کار تجربت چیه، کارت چیه. اینه که دیگه بچسبم به این، اینم الان از دست میدم، ولی تو قشنگ برا شد نگاه کردی، ترسا رو ندیدی. خب بازم سلام. سلام، مرسی که قبول کردی از وقتت بذاری و بیای و با ما صحبت کنی. واقعا اپریشیت میکنم، متشکرم. متشکرم. ممنونم از شما، ممنونم از دعوتتون، خوشحالم خواهش میکنم. اینجوری آغاز میکنم. آره الان قبل از که بزنم به ضبط گفتی روزم اینجوری آغاز میکنم. چی جذابه وقتی که با گفتگو روزتو شروع میکنی؟ معمولا بعد از گفتگو آدم، چون حالا جدا از حرفایی که میشنوه، حرفایی که میزنه، انگار از اون ذهنه که صبح بیدار میشه میگه این کار نکردی، اون کار نکردی، امروز باید همین کار رو بکنی، اول صبح هم همینه دیگه، آدم فهم میکنه اینجوری اینجوری اینجوری، و اون ذهنه انگار یکم میخوابه و با یه آرامش بیشتری یا با انرژی بیشتری با معمولا. انرژی شروع میشه. درسته درسته، انگار ذهنت مرتب میشه. دقیقاً. و ببین این مال توه ها، خیلی جالبه ها، برای همین دوباره پرسیدم. خیلی آدما، بعضی از آدما دلشون میخواد که فقط تو تنهایی خودشون باشن، کسی به کار خودشون بهشون کار نشوشه، ولی معلومه که ذهن تو با گفتگو مرتب میشه. اصلا نجاتم میده، نجاتم میده، وصل شدن به آدم ها چیزیه که منو نجات میده، چون از این ذهنه میام بیرون، یا حداقل نه اینکه بخوام جدا بشم، چون ذهنم بخشی از منه، ولی همون حالا یا مرتب میشه یا میفهمم که من تنها نیستم، یا آدم دیگه هست که من اینجا هستم، هر روزی میام باشی مطمئن شی تنها نیستی، فقط به من بگو من میپرم میام. خب حالا برمیگردیم به مقوله جذاب معرفی خودت که از خودت بگی یه ذره بیشتر بدونیم. من ملیکام، تهران، در غرب تهران به دنیا آمدم و بزرگ شدم و هنرستان تئاتر خوندم، یه مثل دختر شهری تهرانی معمولی، و تصمیم گرفتم که دانشگاه نرم، چون که خیلی دلم میخواست که خیلی همیشه دوست داشتم اجرا کردن رو، ولی مثلا دلم میخواست رقصنده بشم. بعد من دقیقا بعد از تموم کردن دیپلمم وارد دنیای کار شدم، هم دوره های مربیگری گذارنم، با بچه ها تو مت کار میکردم، مربی انگلیسی بودم و هستم، و اینم از مامانم گرفتم چون اونم معلم زبانه، و همزمان توی زمین های مختلف تئاتری تو تهران گیریم دست کار، چون تو هنرستان من این دوره ها رو گذروندم، وارد از 17 سالگی وارد این از پشت صحنه تدارکات تئاتر رو، تا بعد دستیار گیریم و بعد دستیار کارگردان و بعد طراح گیریم و وارد دنیای کار شدم و گفتم که تو تئاتر هیچ وقت نمیاد یکی به یکی مثلا شما لیسانستون رو ما نشون بدیم، میگه کار تجربت چیه، کارت چیه. تو شروع به کار کردم و خیلی هم خوشحال بودم، این جزو خیلی فعال بودم، هر روز سوار مترو بشم از تهران باشم برم ولیعصر، باشم برم فلانجا تدریس کنم، ولی خیلی هم خوشحال بودم، کارهایی داشتم میکردم که دوست داشتم، تا اینکه تو تولد 19 سالگی یه کتاب من هدیه داده شد راجع به زندگی مولانا، که اون موقع خیلی روی من، اصلا انقدر این کتاب رو من تاثیر گذاشت که من کتابی که تمام شد گفتم من باید برم قونیه. بعد اصلا نه پاسپورت دارم نه، چون خیلی از مثلا دوستای من براشون عادی بود تابستون ها مثلا میرفتن اروپا یا هر چند سال یه بار، من اصلا یه بار 6 سالم بود با خانواده رفته بودیم ترکیه، همین، یعنی اصلا تجربه خارج از ایران میگم پاسپورت هم نداشتم اصلا، و حالا بعد این صدای قطع نمیشد، بعد مثلا مامانم گفتم که من میخوام برم، من اصلا مامان میخوام برم مولانا رو ببینم و میخوام برم، و مامانم هم خیلی موره موره خدا که مامان جان مولانا که اونجا نیست، مولانا همین جاست، مولانا تو قلب توه، مولانا تو دل مامان توه، سعیشون رو کرده سعی همون اونجا نیست که برای بری دنبالش بگردی هم نیست، و من جونم که خب باشه، ولی من این صدا من میگه بیا، همین گفتم آخر من میگه بیا، میگه خب کجا میدنم اصلا من، یعنی
انقدر صدا قوی بود که گفتم من خیلی باید برم. برد جالب. و گفتم که مامان از تو چیزی نمیخوام، من 19 سالم بالا 18 سالم، من نمیام از تو، نمیگم پول بده، من دارم کار میکنم. و اون موقع میدونی مثلا من با حقوقم و اینا کافه میرفتم لباس بخرم، شالم و با مانتوم ست کنم، مانتوی خود آره من میدونین دیگه، یه لباسی رو مثلا دوبار میپوشیدم و این لباس رو دوبار پوشیدم بالا برمیتونم لباس دیگه و میشد. الان موقع میگم همین 7 سال پیش 8 سال پیش دلار 3600 تومن بود، میشد از این کارا کردن، شاید نشه. ولی و حالا چجوری، یه هفته مامان من گفتش که اصلا نمیتونی تنها بری، باید با تور بری. حالا تور توی فروردین که از قونیه نمیره، که میرن استانبول و ترکیه و آینو جاب و از قونیه نمیاد بره. که زمستونه تولد مولانا که همه میرن، درسته؟ تولدش توی مهر ماهه، من مهمان. توی تعطیلات یه هفته اول عید من میخواستم برم، آه دقیقا تعطیلات نوروز که همه میرن شنا و آنتالیا و آره دیگه، تفریح و تو اینا. همیشه خلافی ها، از اولش هم خلاف جهت آب رفتی. اصلا میخوام برم قونیه. خلاص الان اضافه میکنم که خیلی دارم با جزئیات توضیح میدم، گفتیم برای هر معرفی جور کنم. دوست داری تعریف. و اون اولین سفر تنهایی من بود، اون یه هفته تنهایی به قونیه، و که من جدا از اینکه خیلی لذت بردم از اینکه تنهایی رفتم، مثلا فهمیدم چه دنیای بیرون اون حبابی که من دارم توی زندگی میکنم. و چون انگلیسی بلد بودم خیلی دلم میخواست با آدم ها، مثلا همون دفعه اولم گفتم که نه من تو تور، چون البته تورای استانبول هم که میدونی چجوریه، فقط تو رو برمیدارم میبرن هتل، آره تمام، چیزی پیکاپ نیست و دراپ آفه. آره تاپ و دراپ آفه دقیقا. و اون یه روزی هم که من میخواستم من اونجا جدا بشم و برم، حسابی اون آقایی که مسئول بود مثلا میگفتش که نه خانم کجا، نه من قرار سوار قطار بشم از آنجا برم اونیه، بعد برمیگم. نه انقدر این بیچاره استرس داشت، من گفتم من اصلا نمیدم که این تو بمونم، من نمیدم برم کنسرت، من منم برم اونجا که آخر سر گفتم مسئولیت من با خودم، چیزی بشه من شما رو چیزی نمیکنم، بس برم. نگران نباشید. و فهمیدم که خیلی دلم میخواد مثلا بیشتر تو دل مردم باشم. و برگشتم ایران اینجوری بودم که من از الان به بعد کار میکنم، خرجه میکنم، پولم رو جمع میکنم، و مثلا تا ببینیم که مثلا سال دیگه کجا سفر میتونم. بعدی چیه؟ پس تو سفر اوله که با اون کتاب شروع شد، یه اکسپوژر، یه در معرض اون چیزی قرار، محیطی قرار گرفتی که تا حالا تو زندگی تجربهش نکرده بودی. یعنی ببینم اونجا قونیه چطور بود؟ اون جو و اینا رو دوست داشتی یا نه؟ خیلی برام جالب بود چون که جو خیلی خوب، به هر حال همش موقع چون کتابم خونده بودم، خب همش جمله های کتاب تو ذهنم چیز میشه که مثلا وارد میشیم و به فارسی همه چی نوشته شده که من شعرها رو میتونستم بخونم تو همون مزار مولانا، خیلی به هم حس خوبی میداد، خیلی زیبا. و بعد یه مزار شمسی از اون کبوترها، اصلا حال و هوای قونیه خیلی حال و هوای آره خاصیه. تازه تو موقع خلوتی رفت، یعنی دقیقا اون موقعی نبوده که رقص سماها بوده و برنامه ها بوده. خب حالا خلوت برگردیم چون اصل ماجرا بعدشه. اصلش این مثلا این یه اینجوری مثلا جرقه ای اونجا خورده بود. و بعد 3-4 ماه بعد رفتم تهران و کار و کارگاه های مادر کودک برگزار میکردم، و حتی یادمه که مثلا یه سری کارهای تئاتری رو میگفتم نه که بیشتر تدریس کنم، که تئاتر رو همیشه داشتم ولی مثلا به جای اینکه مثلا نصف بیشتر روزم بگذره میخواستم تدریس کنم که بتونم پول جمع کنم که بتونم برم سفر. و سفر دوم من 4 ماه بعد از اون بود به نپال، که راجع به دوره ویپاسانا. من اون موقع مثلا میدونین اینکه برم سفر که برم دیدنی یا یه جایی رو ببینم، اصلا تو ذهنم اصلا اینجوری که من برم نپال که برم مثلا هیمالایا یا برم فیلا رو ببینم، اصلا نه، میخواستم برم و مثلا خب برم دوره ویپاسانا، مثلا برم دوره 10 روزه سکوت، انگار یه فرایه حالا این کشورها و جاهای دیدنی و تجربه هایی که اونام خیلی برای خودش میتونه آدم رو تغییر بده. همیشه یه چیزی مثلا یه نفر دوباره تو همون گروه های تئاتری مون راجع به ویپاسانا صحبت کرد که مثلا 10 روزه سکوت و و منم خیلی میگم وقتی با بچه ها هم کار میکنی، زن بچه ها و تئاتر، یعنی زندگی من پر از اونم تو تهران، یعنی پر، گفتم من 10 روز میتونم سکوت کنم. فرای سکوت زبانی، سکوت ذهن، سکوت بدن، چون تو فقط راه میری نمیتونی یوگا کنی یا تکون بخوری یا کشش نرمشون انجام بدی. و برام خیلی جالب بود و هی رفتم خوندم، هی رفتم راجعش خوندم، بعد حالا اونم دوباره با مامانم دوباره آروم آروم که مامانم گفت 10 روز یعنی گوشی تلفن نداشته باشی، من اصلا ندونم کجایی، خب کجا من اصلا بدونم کجا تو
دقیقا کجایی، آدرس، نمیدونم چی اتفاق بیفته. 10 روز مامانتو از اونجا شروع کردن این مسیر رو. گفت دختر من دیرفت بونیه دیوانش. بعد رجب. و حالا اونم که اون مثلا انگار ترکیه نزدیک ایرانه، نپال مثلا یه کوچولو دورتره، و اونم دوباره بلیط رو بگیرم، نمیدونم ویزای فرودگاهی داره برسم نپال. کلا 2 هفته نپال بودم دوره ویپاسانا، که بعد از اون دوره، حالا جور از اینکه خود اون دوره اصلا منو یه جور خیلی خوبی تکونم داد، انقدر دختر همسن و سال خودم که ایرانی نبودن ولی همه آلمانی، نمیدونم انگلیسی داشتن، تو آسیای شرقی سفر میکردن، کار داوطلبانه میکردن. من اینجورم که من با چمدون رفته بودم نپال، من اصلا کول اصلا نمیدونستم، چه میگم، من اصلا نمیدونستم کوله گردی چیه. همین 7 سال پیش اصلا ببین اتفاقا سوالم همین جا بوده که اون ترنینگ پوینت، یعنی اون نقطه عطف زندگی تو، پس حتی ویپاسانا هم نبود، دیدن همسن و سالای خودت بود که روش زندگیشون جالب بود برات، یه چیزی تو دقیقا تو همون ویپاساناشون به هر حال کلی مثلا از ونزوئلا، از روسیه، هممون از جاهای مختلف دنیا بودیم، خب همشون تو دهه 30 40 50، همه و یه دختر دیگه بود که اونم شما اینجوری که من کوچیکتری نشونم، بعد نه یه دختر دیگه بود آلمانی بود، 19 سالش بود. و ما به هر حال انسان ها همیشه داریم مقایسه میکنیم دیگه، ولی خب آدم میبینه مثلا. بعد اون داشت دقیقا کاری که من حرفه من هست و تدریس انگلیسی به کودکان هست و اون کارو داشت انجام میداد، یعنی اونم بود گفت من دارم به بچه ها تو مدرسه انگلیسی درس میدم، که من گفتم من کاری که من عاشقش هستم انجام بدم و بعد دوره بزنم و حرفه من رو من میتونم جای مختلف زنی انجام بدم و اینجوری با مردم زندگی کنم اصلا، یعنی اینم اصلا یعنی میگه، یعنی الان میگی تنم اون شیگا که اصلا یه پنجره باز شده، گفته اینجا رو نگاه کن. دقیقا نگاه هم میشه زندگی کرد. و خیلی بعد همشون هم با کوله روی اون کوه ها، من انقدر حس من تنها کسی بودم که موقع برگشت از اون قله که ویپاسانا روش بود چمدونم و خیر 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 فکرم که اصلا در چی با خودت انقدر لباس ها بودی، میگم سبک اصلا، یه میگم همه جرقه ها، همه سوال هایی که تو ذهنم بود. و بعد کار داوطلبانه، مثلا اینکه تو میتونی بری طولانی تر تو دل مردم، با مردم زندگی کنی، مفید باشی، این حس به حال مفید بودن، حس اینکه من دارم این کاری میکنم، مهارت های جدید میتونی یاد بگیری، زبان های جدید میتونی یاد بگیری. من از هیف تو همون همه چی برمیگرده به گروه های تئاتری من تو ایران، که با یه خانومی آشنا شدم که معلم رقص سالسا بود، 16 یا 17 سالم بود و خیلی هم دوستش داشتم و دارم. و من خیلی موقع تو ایران، البته آهنگایی که به ایران میرسه از دنیای لاتینی که مثلا تو زندگی میکنم، شکیرا و مارک آنتونی و مثلا تهش همینا بره، چون اینا همیشه میگن تو چی گوش میدادی مثلا اونجا چی میرسه، چون یه سری اینجا که بیای خب به هر حال آهنگای خود آره دیگه محلی خیلی شد. بیشتر. و همیشه دوست داشتم، یعنی یه چیزی از باور کنم اصلا نمیدونستم زبان اسپانیایی یا پرتغالی، یعنی زبانه هم نمیدونستم، یه حس و حالی به من این آهنگ های لاتینو میداد، خیلی آشنا و همزمان خیلی غریب، یعنی احساس میکردم که این آهنگه اصلا من میخوره به من، یعنی من یه چیزی رو تو من تکون میده و همزمان اصلا نمیدونم چی داره میگه ولی همزمان خیلی خوشم میاد. و موقعی که من برگشتم از نپال، حالا بعد حالا برای کل فامیل داستانها رو تعریف کنم، مامانم اینم میگم که خیلی فامیل ما، مامان بیچاره من رو سرزنش میکردن که مثلا با من که صحبت میکردم میدن جلوی من رو نمیتونم بگیرن، من میرفتم ولی سراغ مادرم. آره مامان من که چرا اجازه میدی این بره فلان و اینا. و رو نقشه رو نگاه میکردم، گفتم من اگه بخوام مثلا 6 ماه 3 ماه 6 ماه 1 سال مثلا بخوام طولانی برم یه جایی کجا میرم، و تنها جایی که میدیدم آمریکای جنوبی بود تو نقشه، که واقعا اصلا میگفتم آخه تنها جایی که من اگه بخوام مثلا برم یه جایی برای مالت با مدرسه این کنم آمریکای جنوبیه، که بعد حالا سرچ کنی سرچ کنی ببینی با پاسپورت ایرانی چه کشورهای ویزا میدن، که اون موقع میگم چون قوانین همیشه در حال تغییره، اون موقع ونزوئلا و اکوادور 90 روز ویزا نمیخواست، ونزوئلا 15 روز، الان اکوادور ویزا میخواد برای ایرانیا چند ساله. و من اینجوریام که اکوادور کنم کشور کوچیکی در مثلا غرب آمریکای من جنوبی، قشنگ اون روزای تو رو یادمه، بلکه دیگه شروع کرده بودی خیلی جدی شیر کردن. یعنی جدی داستانا رو آره از همون اول میگفتم. و 9 ماه بعد از نپال بود و این پروسه، این تصمیم من و تمام ترس ها، حالا نوشته ها و از موقع دارم و
یه چیزی که من خیلی برام سخت بود این بودش که هیچکی اطراف من، یعنی دو تا حمایتگر داشتم که حمایتگر عاطفی، که مثلا یکی از دوستام که میگفتش که نه اگه دوست داری برو تو میتونی، ولی خب همین جور که مثلا چیکار داری میکنی، مخصوصا که مثلا یه سری مهد بودن توی شمال تهران زعفرانیه که نه من قرارداد بسته بودم و قراردادشون تمدید میکردیم، یعنی من حتی تو زمینه حرفه‌ای معلمی من مثلا داشتم خیلی خوب پول در می آوردم توی همون 19 سالگی و مثلا اینجوری بودم که اینم ول کنم و مثلا که دوستان یعنی خوبم دستاورد های دنیای بیرونم داشتی دونه دونه بهشون فکر میکرد که باید اینا رو بذارم و برم. خیلی چیزها، آره یعنی اینو بذارم برم، این امنیت شغلی نم خانم خواهرام مامانم مام بزرگم و دوستان و اینجوری، البته اون موقع من فکر می‌کردم که خب میرم برمیگردم دیگه، میرم اصلا هدف من، حالا حالا برام میرسیم که من هنوز 6 سال اینجا ولی من فکر می‌کردم که من 3 ماه دارم میرم اکوادور، اگه بتونم از اونجا چون خیلی دور دارم میرم بتونم ویزای کشورهای کناریش رو بگیرم و یه راه درآمدی هم پیدا کنم، مثلا 3 ماه رو بکنم 6 ماه 7 ماه 8 ماه نهایتا یه سال میگردم یکم اونورا و بعد برمیگردم و به همه اینجوری میگم که من یا 3 ماه یا یه سال، یعنی به خاله دایی میگفتم من یا 3 ماه دیگه منو میبینین یا یه سال دیگه منو میبینین، ولی باز خیلی زیاد بود اون موقع، 3 ماه داری میری اکوادور چیکار؟ و یه خانواده پیدا کردم توی آمازون اکوادور، یه خانواده ایرانی اکوادوری آمریکایی که میخواستن که یه نفر که انگلیسی صحبت میکنه بچه‌هاشون رو هوم سکول کنه و مامان من خب از چون خودشم توی با بچه ها کار میکنه و توی education توی تحصیل قسمت تحصیلی بچه مثلا تحصیلی و بچه ها کار میکنه خیلی خوشش اومده بود، خب 100% از همین اصلا از کار داوطلبانه، این که خب من نه اینکه همین جوری دارم میرم یه جا بمونم، که دارم میرم چه خانواده ای، دارم میرم چه یه مدرسه ای، از این خیلی خوشش میومد، یعنی میگفت این که تو مثلا میگی من دارم میرم نمیدونم هتل بگیرم هاستل بگیرم برم، میگفت حتی اونم نه اینکه بد باشه ها، ولی اینکه من دارم مثلا با یه هدفی ساختم یه آره چیزی معنایی مثلا دارم به این سفرم برای خودم میدم یا دارم خود برم با یه خانواده، خیلی به مامانم حس امنیت میداد، ولی باز به هر حال یادم قشنگ یه روز بود، یعنی موقعی که من دیگه همه چی چیده بودم میگفتش که مامان جان یا صحبت کنیم و اینا، میگفت تو میخوای مثلا 3 ماه بری، اصلا میخوای یه سال بری، بگیم یه سال برو تو ایران سفر کن، برو جنوب ایران، برو هند، برو نمیدونم یعنی کینیا، دیگه همه جا رو حاضر. یعنی میگفت نه خیلی جدی میگفتش که اصلا تو برو یه سال بر نگرد، ولی چرا آمریکای جنوبی، چرا اون بر، یعنی اینو مثلا میگفتش من میفهمم تو بخوای بری تجربه کنی، دیدی نپال دوست داشتی، مامان منم عاشق، مامان من عاشق هنده و میگفت برو هند، برو هند، برو یه سال برو هند، برو این کارو کن، و من اینجوریام که من میفهمم و نه اینکه اون جهان برای من جذاب نباشه، آقا این صداه، یعنی میگفتم این برای من انقدر واضحه که من باید برم اونجا، و خیلی این برام سختترین چیز بود که من چه جوری میتونم به آدم ها بگم که این داره من میگه بیا، و این خیلی واضحه و شکر که به خاطر تجربه قونیه و نپال یه میدونستم من باید به اون صدای گوش کنم، یعنی اون صدای که من گفته بود برو قونیه برو نپال، فهمیده بودم که دیگه این صدا رو باید دنبال کنم، و موقعی که ببین من یه دقیقه واسه من اینجا توضیح بدم، گفتی کار داوطلبانه منو تصدیق کنه که شما میکنم کار داوطلبانه در واقع با این خانواده که رفتی پیششون تو آمازون این بوده که تو اونا گفتن تو بیا به بچه ما به بچه های ما رو هوم اسکول کن، ما هم بهش تو خوراک و جا میدیم مجانی دقیقا 5 ساعت که در در روز، جریان نبوده. نه هیچ پولی در جریان نبوده، 5 ساعت در روز 5 روز در هفته، یعنی حتی تمام وقتی که میگیم 8 ساعت باشم نیست، و به تو جای خواب میدن و به تو غذا میدن، بعضی موقع میگن کمتر کار کن غذا نمیدیم، بعضی موقع میگن بیشتر کار کن غذا میدیم، اینا میدیم، ولی معمولا همینه که جا و غذا به تو میدن، و من با 1500 دلار از ایران خارج شدم، یعنی 1500 دلار نقد، چون که ما چیزم نداشتیم دیگه، کارت و بانکی و اینا، و این بودجه من بود برای 3 ماه یا یکم بیشتر که بعد برگردم ایران. داستان اینجاست که حالا من میگم دسامبر 2017 زمان ایران شد، بعدم وقتی از تقویم ایران استفاده نکنه روزانه واقعا سالها رو یادش میره، ولی 2 ماه بعد از اینکه من سفرم رو شروع کردم دلار از 3600 تومن شد 7000 تومن، یعنی من اکوادور بودم هنوز،
شد 7 هزار. ترامپ اومده بود، تحریما شروع شد، 7 هزار تومن، 8 هزار تومن، 10 هزار. و من قشنگ یادم من اون موقع اینجوری بودم که خب مثلا ببینم پرو به من ویزا میده، پرو گفت نه نمیدی. برزیل، برزیل ریجکت شدم دفعه اول. من حالا 3 بار رفتم برزیل، دفعه اول اصلا ریجکت شدم. و بعد گفتم اوکی کلمبیا. نه اینجوری بودم که مثلا حالا من از این 1500 دلار چه میدونم، فکر کنم 1000 دلار داشتم، 1200 دلار داشتم، یعنی خرج آنچنان. و گفتم حالا ببینم که مثلا این همه راه اومدم میتونم یه قدم دیگه برم کشور دیگه ببینم که به عقل با عقلم جور در میومد، چون انقدر راه دوریه که انقدر پرواز طولانیه. گفتم حالا من این سر دنیام ببینم میتونم. ببین چقدر من دوست دارم اینو که اصلا به خاطر همین خواستم باهات حرف بزنم. اصلش اینه، تو یه ماجرایی که آجر شکست 99 درصد انسانهای رو کره زمینه بهش میگن limiting beliefs، باورهای محدود کننده، تو اونو شکستی. من که دیدم، برای همین بهت گفتم بیا حرف بزن. تو اونو هر بار تو ذهنت شکستی. ببین اولین باور محدود کننده برای یه آدمی که با دلار 3000 تومن خریده شده، دلار نمیدونم حالا هر چقدر 1000 تومن، 10000 تومن فلان، اینه که دیگه بچسبم به این، اینم الان از دست میدم. ولی تو قشنگ ورا شد نگاه کردی، ترسا رو ندیدی، گفتی خیلی خب بذار ببینم حالا که تا اینجا اومدم، این پول تیکت هم که دادم بذار یه جا دیگه هم برم، اینجا دیکلاین هم کرد اونور میرم. میدونی این کجا میاد؟ تو اینو از کی داشتی؟ از اون صدای مال مولانا اومد؟ از کجا اومد؟ من فکر میکنم که قبلش مثلا من خواستم برم تارت بخونم، چون الان میگم کتابم چون دارم مینویسم خیلی این روزا یعنی برمیگرده آدم خورشم پرسه میکنه. من فکر میکنم که از مثلا مرگ پدرم اومد، باور کن یعنی به خاطر چند سالت بود پدرت فوت من شد؟ 12 سالم بود و مثلا من بعد از اون، من همیشه خب همیشه هنر رو دوست داشتم، همیشه نوشت، ولی همزمان مثلا ریاضی من خیلی خوب بود توی مدرسه و مامان من همیشه میگفت خب برو مثل بابات مهندس بشه. میگفتم یا مثل بابا مهندس بشم یا مثل مامانم معلم میشم. و مثلا سوم راهنمایی که من با دوستام قشنگ خیلی دوست باز بودم و اینجوری بودم، اون تصمیمی که گرفتم که من برم تئاتر بخونم، فکر میکنم مثلا اونم یه تجربه یه که تاثیر گذاشته بر روی این سفرها، این خلاف جهت رفتن که مثلا همه اینجوری بودن که آخه تئاتر هنرستان نمیدونم تو فامیل خودمون، یا مثلا مامان منم میگفت من کلاس تئاتر ثبت نامت میکنم، ما اصلا هر روز برو کلاس ولی برو ریاضی بخون، ریاضی بخون. ولی من کلاس تا گفتم نه آخه بریم خب هنرستان رو اصلا ببینیم، یا بریم به این راضیش کنم فقط وایستا ببینیم. وایستا، تو از 12 سالگی پریدی. تو به من بگو وقتی پدرتو از دست دادی چه اتفاق، یادته چه اتفاقی برات افتاد؟ این به درد کتابت هم میخوره ها، دارم دیگ میکنم. یه چیزی توی تو یه جایی آجوری تکون خورد، یه بلاکی یه ذره سویچ شده، میدونی؟ این ناپایداریه که بود سر اینه، فکر کن مثلا تو میفهمی که ای یعنی همه میرن، یعنی مثلا عزیزم، یعنی از دست دادن تو سن خیلی پایین تجربه کردی. آره. و اینکه مثلا بفهمی که خب تهش هممون، یعنی من هم قرار بابا بمیرم دیگه، عزیز یعنی اون مخصوصا که پدرم که خیلی مثلا پدر من و من خیلی هم بابایی بودم و نمیدونم قویه و نمیدونم این تمام این چی میگم مجسمه، این مجسمه که نه، این چی میگم وقتی میگم آدم ها رو میبره بالا منبر، نماد چیز بوده برات، پدرت آره رول مدل بوده. میسازی بچه کم هستی مثلا مامان و بابا دیگه همه چی رو میدونن، آخه نه مامانم میگه بابام میگه اونا همه چی رو میدونن، 5-6 سالته دیگه مامان بابا تو قوی ترین آدم های دنیا میبینی. و تو این نماد قوی بودن و اینا رو یه دفعه یکیشون رو از دست دادی. و از سرطان، یعنی مثلا اون نماده هی مثلا میاد مای میدونی گاد، مثلا هی لاغر میشه، هی پوست مثلا مثلا بابای قوی دیگه مثلا پوستش مثلا هیچی نمونده براش. تو و همه اینا رو تو 12 سالگی تجربه کردی. آره و خیلی اصلا خیلی زودتر، یعنی اصلا و فهمی کنم که اون تأثیر داشته، یعنی این که تو شک نکن، یعنی دیدی تش اونه دیگه. یه تکنیکی هست من تو کوچینگ استفاده میکنم، میگم واتس دی ورست کیس سناریو، بدترین حالتش چیه، بعد اگه مرگ نیست پس راهکار داره. خب تو ورست کیس سناریو دیدی که مرگ بوده، پس برای بقیه چیزای زندگی تو ذهنت هی راهکار. آخه ببین خیلی تو ورای چیز رفتی، ورای عرف رفتی، نرم رفتی. بعد اون اول هی میگفتی پدر مادرم و همه شماتت میکردن،
خب الان میک سنس میکنه، من که میدونستم به خاطر این بوده که تو پدرت از دست دادی، تنها والدت مادرت بوده، همه هم گفتم ببین تو این دختر رو ببین تو چیکار داری میکنی، چه بس تربیت کردن. دقیقا و ببین این مسیجی که هی داریم از این برمان میپنیم، این مسیجی که چند روز پیش مادرت برات فرستاده بودن که پیج تو عزیزم مثلا تنها همجور بوره، پیج تو نبند، نمیدونم ادامه بده، اون وایسی که برات گذاشته بودن که تو داری تأثیر میذاری رو زندگی بقیه، آدم ها نگات میکنن. خیلی اصلا خیلی موقع از الانم که انقدر بامزه است، مثلا میگه که 3 روزه هیچی ننوشتی، میگم خب به من پیغام بده من هستم لازم نیست بری اون تو بری. ولی همیشه میگم این حمایت عاطفیه نجات هم داده خیلی 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 جاها، و هم با اینکه چقدر به عنوان مادر براشون سخت بوده، خیلی سخت. درصد خب برو برو ببین چیکار کردی، کشور بعدی رو بگو، من خیلی سوال دارم. و آره مامانم اینجوری، یعنی مامان من به من زنگ زد اینجوری بودش که ببین ما اینجاییم همه چی اوکیه، یعنی همه چی که زندگی در جریانه، و ولی برگردی یه نمیتونی پول جمع کنی بری، یعنی ساعت تر صحبتش همین بود که آها. مثلا الان هر چی میخوای ببینی ببین، که چون برگردی دیگه اینجوری نیست که مثل قبل پول جمع کنم برم نپال، نه دلار چندین برابر شده اصلا این خبران نیست، و یعنی قشن صحبتش اینجوری بود و من اینجوری هم که اوکی باش. و بعد کولومبیا، حالا این که شما خودتون میدونید دیگه، من چون طول نفسم من یه جمله میگم که به من ویزا داد، مثلا پروسه ای که طول شده، اشکایی که ریخته شده، سخت اونا رو آدم ها لطفا کسایی که گوش میکنن بدونین که فقط یه جمله نیست، بدونین که خیلی مثلا کاره، یه خیلی مدتی خیلی شیر میکردی، دیتیل میگفتی من این کارو کردم بعد اینو قبول، بعد یه دفعه من یادم یه دفعه یک عکس گذاشتی از تعداد صفحاتی که این فرما رو پر کرده بودی، بارهایی که رفتی تا مرز برگشتی توی یکی از سفارت، من گفتم این طفلک بچه چی میکشه. خیلی الان میدونین چیه که زله که نمیگم که پروسه، خب حالا مسیر آمریکا لاتین من که صحبت میکنیم که یه جورایی به اتمام رسیده، من دارم پروسش میکنم، کتاب میرم بیرون و دارم دوره جدیدی از زندگی ما الان آغاز میکنم، ولی که اونم ماجراجویی توش خیلی داره ولی به سبک متفاوت. الان قوانین انقدر تغییر کرده و ویزا گرفتن انقدر سخت‌تر شده متاسفانه، و الان هم هر آدمی که من پیغام میده برای سفرها، راست رو بخواین دیگه الان آدم هم فکر مهاجرت، یعنی انقدر شرایط آره بد دیگه اصلا ماجرای سفر دیگه. همینه که نه، چون یعنی همه میخوان برن که بمونن، چون که مثل آره اصلا عوض شده، دید آدم ها عوض شده. و میدونی چی دردناکه ملیکا جان؟ بیشتر از همه این دردناکه که آدما مثل زمان کنکور شده، ما کنکور میدادیم بریم دانشگاه، کنکور نمیدادیم بریم یه رشته ای بخونیم که دوست داریم، انتخاب نداشتیم. الان هم آدم ها فقط میخوان مهاجرت کنن که از ایران بیان بیرون، کشوران انتخاب نمیتونن، یعنی اصلا جاش درست نیست که انتخاب کنن. این خیلی دردناکه، برای ولی من هم خوش کردیم به ماجرای زندگی تو، برای اینکه خیلی میتونن این آدم ها ازش استفاده کنن. ولی این خب چیزی که دیگه اینو من دارم با یعنی اطرافیان دوستان فامیل ها میبینم و برای منم خیلی درد داره اینکه تو مجبور به مهاجرت باشی و نتونی انتخاب کنی، این آزادی انتخاب هم خیلی 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 هر روزم داره دیگه حالا، ولی به هر حال همیشه یک راهی وجود داره که ما ورای اون ببینیم، و یکیش استفاده از تجربیات آدمای دیگه است مثل شما. مرسی. و الان دارم اینا رو میگم، دارم فکر میکنم که 6 سال، تو 6 سال انقدر زندگی میتونه تغییر کنه قوانین به نظر من خیلی، برای من وقتی به زندگیتون نگاه کنم از 6 سال بیشتر بوده. باور کنیم برای خودم هم بیشتر، مثلا 60 سال، 60 سال نه ولی مثلا برای منم باور کنه خیلی خیلی طولانی ببین تر. یه عکسی هست که اگه تونستی و اینا بر من بفرستش بذارمش اینجا، تو وقتی داری از ایران میای بیرون، تولدت بود، دم تولدت بود اومدی بیرون، 2 روز قبل از تولد روز قبل از 23. یادمه وای تنم، من با اکانت پرسونالم تو رو فالو میکردم اول، بعد منم تو اون روز یه عکس با مادرت گرفت دم در، و من اونجا با قشنگ یادم، من نگاه میکردم گفتم بابا این خیلی کار بزرگیه، یعنی اصلا از تمام بهشتای امن گذاشته داره میره، و قشنگم معلوم بود تو داری میری که بری، یعنی من اصلا فکر نکردم تو قرار 3 ماه دیگه برگردی با اون چیزایی که قبل دیده بودم. حالا بهتر من از گفته های خودم دونسته های خودم نگم، تو تعریف کن. خب برو. یه سری از دوستان مثلا فامیلای ما خیلی هاشون برای 3 ماه منتظر بودن، منم خودم یعنی من خودم فکر میکردم که طولانی تر بشه، ولی اینکه نخوام اصلا برگردم به ایران رو فکر نمیکردم، ولی اینکه میگین بری که بری، واقعا آماده بودم که
برم ببینم چی در انتظارمه. یعنی اینو قشنگ قشنگ منظور داشتم و کولومبیا به من ویزا داد و حالا ویزای 30 روزه فقط، و 30 روزه هم یعنی تو وارد میشی بعد درگیر ویزای بعدی باشی، و همینجوری قدم به قدم و بسیار سخت، مخصوصا قدم های اول، ویزه های اول، چون آدم ها به یه دختر 20 ساله ایرانی، پاسپورت ایرانی که اصلا اونم مثلا کولومبیا مثلا وصل میشه به آمریکا مرکزی، وصل میشه به آمریکا، مثلا اون سفارت میگفتن که ما کجا ندونیم که شما میخوای بیای مرز رو رد کنی پاشی بری، و بسیار سخت این ویزاها. ولی تو همه کشورها کار داوطلبانه با مردم زندگی میکردم، هنوز داشتم از اون 1500 دلاره استفاده میکردم که برای مثلا ویزاهام و جابجاییم. و کولومبیا، بولیوی، پرو، اینا همه از هر کشور ویزای کشور بعدی. ماه ششم سفرم یا هفتم سفرم بود توی پرو که تونستم یه کار آنلاین پیدا کنم و برنامه ریزی سفر میکردم، مثلا اونم 2 ساعت در روز، مثلا 10 ساعت در هفته کار میکردم و مثلا ماهی 500 دلار از طریق وسترن یونین، چون من واقعا اصلا کارتون نداشتم، برای من میفرستادن. و مثلا اونجا چون اونجوری هم که دیگه داره مثلا دیگه هش 200 دلار میرسه. دارم سر، آره اینجوری هم که الان دیگه بعد پرو باید برگردم ایران و اصلا پول برگشتم هم نداشتم. اینم حالا مثلا اینجوری آه، هم که تیکتت هم یه طرفه گرفته بودی. تیکت هم 2 طرفه بود، از ونزوئلا، چون اینجا بود استانبول، ونزوئلا، اکوادور، و که بدون احتیاج به ویزا بتونم وارد آمریکای جنوبی بشم. 2 طرفه بود که چون بدون 2 طرفه میفهمم نمیذاشتم من سوار هواپیما بشم یا همچین چیزی. 2 طرفه استانبول ونزوئلا بود، ولی اون بلیط دیگه سوخته شده بود، یعنی مال همون 2 هفته بود دیگه، دیگه رفته بود. و اون کاره دوباره به من، این چون از ایران هم هرچی خبر میمد این بود که ترامپ اومده فلان شده بدتر شده، و این اصلا به نظر من خیلی ترسه. یعنی الان که دارم پروسه میکنم میگم که چقدر فشار بودا روی من اون روزا، چون مثلا دوستای خارجی من همون آلمانی ها که سفر میکنن مثلا میدونه خونش همه چی فراهم، برمیگردم کار میکنم دوباره سفر، یه تو اصلا بدونی که همه دارن پکن تو خونه که مثلا میگه دلم تنگ شده و نه نه یا یا خب کجا نیام من اومدم سفر کنم برگردم کجا، یعنی چی نیا. و اینم خیلی حالا فشارهای ذهنی، این کار آنلاین خیلی انگار یه حل دیگه ای بود که مثلا یه قدم دیگه برو یه پنجره باز کرد که خب میشه 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 یه قدم دیگه برو جلو. و بعد از اونجا ویزای شیلی که بعد یعنی وارد جنوب آمریکای جنوبی، 3 ماه پرو بودم، 3 ماه شیلی بودم، کار داوطلبانه با مردم زندگی کنم. جو فرای کار با کودکان مثلا کار تو مزرعه هم تجربه کردم، کار تو هاستل هم تجربه کردم. مثلا کار تو هاستل بیشتر با جوان ها در ارتباط بودم، به اسپانیایی که داشتم یاد میگرفتم کمک میکرد، که داشتم یاد میگرفتم که چاره ای نداشتم که یاد بگیرم، رفته بودی وسطشون دیگه بودم. آره یعنی خیلی اینجوری که ای داری صحبت میکنی، گفتم آخه اینکه بعد 6 سال من صحبت نمیکردم سوال بود، اینکه دارم صحبت میکنم به نظر من خیلی هم زود یاد گرفتی، یعنی گذاشتی پشتش دیگه، دیدی من افتادم این وسط بعد بیام. آره یعنی تهش به خاطر بقا، حالا جدا از اینکه زبان زیبایی واقعا، ولی چاره نداره دیگه. میگم من که اینجا من دو تا چیز یادمه از اون اوایل تو، یکی اینکه زبان گذاشته بودی پشتش، یکی هاستل بود که خیلی جالب خودتو تطبیق داده بودی، یکی دیگه نحوه غذا خوردنت بود که کاملا وگن کرده بودی خودت، یعنی بودی نه؟ این دقیقا تو همین ماه ششم، نه من 6 ماه اول سفرم نبودم، سفر نپالم خب ویپاسانا فقط به ما غذای گیاهی میدادن و من اینجوری بودم. بعد نپال تو خود ایران 5 ماه گیاهخوار بودم. سفرمو خواستم شروع کنم، گفتم نه من از آشپزی بلد، آشپزی هستم بلد، چایی هم بلد نبودم درست کنم، که من نه خب دوباره گوشت بخورم. و اون 6 ماه اول سفرم گوشت، هشپا، هم هر چی بود و من میخوردم و فهم کردم که نمیشه گیاهخوار بوده سفر کرد، نمیشه گیاهخوار بوده سفر کرد. هر آدمی که میمد تو مسیر من گیاهخوار بود، همینجور هر کی رد میشد، مثلا داوطلبای کنارم، میزبان، و میزبان من تو کولومبیا، مثلا کولومبیا که همه گوشتن گیاهخواره یهو، بعد من اینجوریام که یعنی میشه، یعنی میشه، ممکنه اینا چی میخورن چه. و توی پرو بود که با یه خانواده پرویی زندگی میکردم با 4 تا داوطلب دیگه، اونا از انگلیس و آمریکا بودن و یه دیگه از این داوطلب انگلیسی ها گیاهخوار بود. گفتم آقا هر چی میذارین سر بشقاب این، من تو این 2 ماه آینده من همینو میخورم و از اونجا شروع کردم. ولی آره اونم قشنگ گفتم دیگه میرم ببینم چی میشه. و قضا بود، زبان بود و رقص و رقص و من قشنگ میدیدم که تو با رقص
نمیخوام بهت بگم، نمیخوام بگم امید به زندگی برای اینکه تو داشتی، ولی اون شور و هیجان و عشق به زندگی رو قشنگ میدیدم بر بالا نگه داشتی با رقص. مرسی. آره آخه چاره ای نیست، یعنی اون همه فلا فشارا و سختی ها و اینا که انتخاب من بود که اونا رو تحمل چی میگن، همیشه داریم بهای انتخاب هامون رو میدیم دیگه، همیشه همیشه همیشه. من اگه تو ایران بودم هم بهای دنبال نرفتن آرزومامو میدادم، ولی مثلا کنار مامان بابام بودم، توی کشور خودم بودم، یه سری دیگه داشتم که الان ندارم و دلتنگشونم، ولی خب یه بهای دیگه میدادم، یعنی میدونستم که دیگه داری دیگه انتخاب خود بوده، کسی اومده به تو بگه پاشو برو آمریکای جنوبی. دمت گرم که اصلا تو قالب قربانی هم نمیری. بیا فست فوروارد کنیم اگه اوکی، برسیم به کووید، چون به نظر من کووید هم یه قسمتی بود که من یه سوال دو سه تا از بچه های تیم من گفتن اینو بپرس ازش. به نظر من خیلی خوبه که فست فوروارد کنیم، من فقط اسم مسیر کشورها رو میگم که آره آدم بگو بگو برسیم به شیلی، کووید. آرژانتین، اوروگوئه، برزیل، در کل 18 ماه آمریکای جنوبی. توی برزیل میخواستم برم آمریکای مرکزی، گفتن ویزا نمیدیم ویزا نمیدیم. برای ویزای توریستی کانادا اقدام کردم، یکی دوستان برای من دعوتنامه نوشت، 3 ماه رفتم غرب کانادا توی جزیره با خانواده کانادایی که بتونم با اون ویزای کانادا به سر کشور آمریکای مرکزی برم، و بعد جمهوری دومینیکن، هایتی، این دیگه سال یعنی شد سال دوم سفرم، پاناما، کاستاریکا، نیکاراگوئه. توی نیکاراگوئه تا الان کتابم دارم رو نیکاراگوئه کار می‌کنم، 2 سال سفر کامل، یعنی سالگرد 2 سالی که سفر، من دیگه 22 سالم شد و ژانویه 2020 بود، یعنی تو نیکاراگوئه که من بودم دیگه داستان هواپیما، داستان قاسم سلیمانی، یعنی اوضاع ایران تو این 2 سالم فقط بدتر، و اون حس این که امریکا جان بیای دیگه نمیتونی برگردی هی بیشتر و اینا، و من داشتم به منیجر گفتم من دلم میخواد کشور آمریکای لاتینو ببینم، و آمریکای لاتین آمریکای جنوبی باشه اینقدر کشور ببرم اونجا. میدونستم الان که داری میگی میگم never ending list رو تموم نمیشن اینا. اون سفر 20 سالگیت کدوم سفر تو سفر 20 سالگی چیکار تولد 20 سالگی چیکار کردی؟ تولد 20 سالگی من قونیه بودم، تولد 21 سالگی من آرژانتین با پنگوانا بودم. با پنگوانا بودی؟ پنگوانا بودم. وای اون 21 سالگیت بود، انگار به خدا، یعنی این یه ذره زود نگذشت. چرا خیلی زمان چیز عجیبی، مخصوصا که ما چون کرونا رو تجربه کردیم، به نظر من انگار زمان انگار قبل کرونا بچون لاست شد. خب این 21 سالگی، 21 سالگی با پنگوانا بودی، چقدر تجربه جالبی، چقدر خیلی شبیه فیلم ما احساس میکنیم، وای پلک میزنم اینجام، من اینجام واقعا. آینو عکس و فیلم و اینا مثلا الان که نگاه میکنم میگم اصلا الان هم اینجوری، اما آدمایی که تولید محتوای سفر میکنن معمولا یا فیلم بردار دارن یا زوجن، و خیلی میتونن که زیباتر به هر حال چیزایی که میبینن، و تو وقتی تنهایی دیگه دیگه همینه دیگه، یه تلفن رو میگیری یه سلفی منو پنگوئن مثلا دیگه ولی بعد نگاه میکنم میگم اتفاقا همین که مثلا اصلا نتونستی اون بخوای ویدیو بگیری درست کنم، اتفاقا همونه، این تو داشتی در حال زندگیش مثلا مهم نیست که آره رفت و حافظه تصدیدید برای همیشه. خب بعد برو به سمت چیز، برو به سمت کووید ببینیم کرونا. که نیکاراگوئه توی مزرعه کاکائو کار میکردم، که بعد خیلی راضی بودم، همون سال ژانویه 2020 بود، 4 سال پیش همین حدودا، که بعد من از اونجا برگشتم کاستاریکا، ویزای گواتمالا گرفتم، که مقصدم این بود، گفتم آقا گواتمالا، مکزیک، کوبا، بعد ایران، گواتمالا، مکزیک، کوبا، ایران، این مسیر من اصلا یعنی تو ذهن من کامل، گفتم حالا درسته که میگن برگردی ایران سخته، ولی من دیگه این پروژه رو به اتمام میرسونم، حالا پروژه میدیدیش آره بس پروژه آمریکای لاتین، یعنی این رؤیای آمریکای لاتین، و من این پروژه به اتمام میرسم، واقعا کوبا ایرانم، چون پرگفتم که واقعا خوبه کوبا ایران، یعنی گواتمالا مکزیک کوبا ایران، قشنگ این تو ذهن، یعنی و کرونا که شد داستان اینه که من توی نیکاراگوئه که بودم این کار داوطلبانه پیدا کردم توی یه کوههای گواتمالا، که خب به هر حال گواتمالا جزو معدود کشورهایی توی آمریکا لاتینه که مایاهاش هنوز دارن به سبک خودشون لباس می‌پوشن، زبان خودشون رو، یعنی بومی‌های اون منطقه هنوز نگه داشتن تمام فرهنگ و زبون و
21 زبان مختلف مایا دارن صحبت میکنن، لهجه مختلف، و گفتم من میخوام برم 3 ماه هستم با اینا. و کار داوطلبانه گفته بود که پاشو بیا. و خیلی عجیب که با من یه مصاحبه داشتن این رئیس های کار داوطلبانه، و اونام از عاشقان مولانا بودن، یه زوج کانادایی بودن 70 خورده ای ساله که مثلا 20-30 سال گواتمالا این مدرسه و مدرسه بود و مزرعه. یه سه خیلی عجیب بود که من وقت بهش نرسیدم مثلا به خاطر کرونا. و من یادمه که ما تو این ویدیو کالش راجع به مولانا صحبت میکنیم مثلا 2 هفته قبل اینه که کل دنیا تعطیل بشه، و من با ذوق و شوق میگفتم مثلا این منم مولانا شروع کردم با مولانا میسن تو گواتمالا مثلا با آدم با صوفی هایی که مثلا نمیدونم از 70 سال پیش مثلا قونیه هر سال میرفتن و اینا، خیلی برام جذاب بود. من پامو گذاشتم روزی که پرواز داشتم از کاستاریکا به گواتمالا، خیلی مثلا ترس و کرونا کرونا، بعد انقدرم خبر بد از ایران همیشه میاد. اون موقعم که ماشاءالله همیشه شون ایران هست، چین، ایران، ایتالیا، کره جنوبی، این 4 تا جا اون اول 4 تا جایی بودن که هات شده بود و این خبر دو 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 دو. آره. یه پستم گذاشته بودم مثلا روی آبشاری بودم تو کاستاریکا اینجوری که ناپایداری روزهای کرونا هم تمام میشود. این دو مثلا قشنگ نمیدونم که مثلا اینجوری اولش رو نمیدونستیم چه بدیه، البته مثلا قرار به هممون بخنی به قرار نیست که مثلا اون تیکه دنیا مال این ور دنیا، نه 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 همشون میگن هممون. و سوار چیز که شدم، سوار هواپیما که شدم، همه جور نه ماسک بذار، ماسک نداره، ماسک بخر، ماسک اصلا، یعنی انگار یه وارد شدم که اصلا ایسی جدی، یا یعنی قشنگ دلم شروع کرد استرس گرفتن و احساس میکردم که این چه حال عجیبیه. وارد فرودگاه که شدم توی گواتمالا سیتی، اینجوری بودم که یه چیزی درست نیست، چون ترس بر آدم ها اینجوری ماسک گنده، عینک های اینجوری دونه دونه آدم ها رو فلان، قشنگ احساس میکنم چی شد. مثلا که مثلا توی دنیای دیگه، مثلا توی جزیره بودم، توی مزرعه با طبیعت، مثلا اینجوری که چی شد. و دیدم فکر من تو صفم دارم میرسم، بعد دیدم بزرگ رو دیوار نوشته که اگر در 14 روز گذشته در یکی از کشورهای زیر بوده اید، نمیتوانید وارد گواتمالا شوید. چین، ایران، کره جنوبی، ایتالیا. گفتم یا علی، اینا حالا من که در 14 روز بعد، در 2 سال گذشته، در 2 سال و نیم گذشته در ایران نبودم، ولی پاسپورتت مال ایران. گفتم هیچ چی دیگه امریکا، اینا قراره به تو سردرد بدم. ولی سردردی که من فکر می‌کنم به من میرن به 2 ساعت و نیم در یک اتاقکی در فرودگاه گواتمالا تبدیل شد. همه رفتن وارد شدن، و من بهشون میگفتم که حالا خوبیش این بود که یکم زبان صحبت. گفتم که برای من خیلی ساده است، من 2 سال در ایران نبودم، بلیت من از کاستاریکا اومدم، مهر رو بزن من برم، ویزا دارم. اینا نه همینجوری سوال، و اصلا انقدر این توهینای این رجبش نوشتم تو کتاب این آقاه، دیدی منم میخوام برم کتاب رو بدم تو گواتمالا چاپ بشه، اینا رو توهینهایی که به من کردن جدا، فقط به خاطر اینه که متولد ایرانی، اصلا حوصله‌شون سر رفته بود اینا، میدونین چی میگم، یعنی متولد ایران اصلا نمیدونم ایران کجاست. ولی من احساس میکنم که فقط گاهی چیزن دیگه، میخوام ببینم میتونم نمیدونم میتونم پول بگیرم اصلا. و من وارد فرود، یعنی من موقعی که من مهره ورودم خودشو، من عصر رسیدم مثلا 3-4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر، و من ساعت یادم 7 اینا، یعنی داشت دیگه غروب میشد، من وارد از یعنی از فرودگاه تونستم خارج بشم. آخر من خالی، من فرودگاه خالی خیلی چه ترسناکیه، من جزو چجوری رفتی؟ رایت داشتی یا نه؟ نه هیچی، مثلا من نه، فقط یه ساعتی اونجا یه هاستلی گرفته بودم برای خودم، و از اونجا قرار بود روز بعدش برم کار داوطلبانه، اینجوری بود. و گفتم من فرودگاه میرسم، اینجوری میرسم به این گوگل مپ و نمیدونم برسم به این هاستله بخوابم که روز بعد برم به کار داوطلبانه که مثلا 4 ساعت با گواتمالا سیتی فاصله داشت، که من اصلا اینترنت و اینا مون دسته نداشتم. رسیدم، وارد شدم، بپرسم و فلان و سوار فلان اتوبوس بشه، مرکز و اینا، اتوبوس برم مرکز شهر، مرکز گواتمالا سیتی برم اون هاستله. من رسیدم به هاستل، این قشنگ هم رئیس جمهور گواتمالا داشت صحبت میکرد، فرودگاهو بستن. یعنی من جزو یا آخرین نفر بودم یا یکی دیگه بعد من بود، ولی من جزو آخرین نفراتی بودم که از اون فرودگاه یعنی من اون شب اینجوری بودم که اوکی من رسیدم گواتمالا، هیچ اهلی رو نمیشناسم. بدترین چیزی که بود اینش که
ساعت فکر کنم 12 شب بود، این میزبانای من به من زنگ زدن اینجا، از اینکه من اصلا شوک بودم که خب، و همین گفتم خب یالا میرسی پیش اون خانواده ها، میرسی پیش اون زوجه که صوفیه ان دیگه، حالا فردا میرسی اونجا دیگه، دیگه قرار بود ساعت 9 صبح بیان دنبال من یک جایی، یعنی من قرار بود سوار اتوبوسی بشم برم 3 ساعت دورتر، بعد اونا بیان دنبال من برن تو کوه ها تو منظرش، و قرار بود من 9 صبح یادم بین 9 تا 12 صبح قرار بود هم دیگر اونجا ببینیم، و اینا ساعت 11 12 شب بود، خیلی دیر، و من مثلا تو خواب و بیداری تو گوشی بودم خبرها رو میخوندم و اینا، که این رو هم پیغام داد که میتونی صحبت کنی خیلی مهمه و اینا، که زنگ زد که ما اینجا مردم پنیک کردن، باید ببندیم مدرسه رو، خیلی متاسفم نمیتونیم تو رو بپذیریم، نمیتونیم تو رو داشته باشیم، و ما اصلا همون بعد گفتش که آخه مثلا چون خیلی بستن، هم گفتش که اینجا یه کامیونیتی، اصلا آدم از بیرون بخواد بیاد یادتونه دیگه ترس بود، تو الان خارجی از خارج از گواتمالا اومدی، اینا اینا میترسن، میترسن تو با خودت میکروب آورده باشی. و مثلا 2 هفته اگر بتونی، یادتونه اون اول های 2 هفته 2 هفته 2 هفته 2 هفته اگر دو بتونی، هفته ما رو کشت. من اون شب اول اینجوری بودم آدمه که اصلا مونده بوده که یعنی چی، من به خاطر شما اومدم. بعد میگفتم که اوکی من گواتمالام هیچی اینجا نمیشناسم، این کار را طلبانم نمیتونم برم بیرون، نمیتونم برم حاصله گیر دیگه کردی. اینجا هم دیگه، و خیلی دادم که اون روزای اول میگفتم باید نیکاراگوه همون مزرعه میمونم، یعنی خودم رو سرزنش که آدم نمیدونه چی در انتظارشه، نمیدونه مثلا شاید چیز بهتری در انتظارت باشه، و خب همش این که کاش همونجا میمونم، کاش 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 کاش. این داستان رو بخوام کوتاه کنم، من رفتم به شهری نزدیک پایتخت، یه 2 هفته اونجا بودم، 2 هفته برش شد، 2 هفته 20 روز اونجا بودم، و داشتم چند فضای مجازی می نوشتم، مثلا من توی انتیگوام نمیدونم یه هاستلی بود خیلی بامزه است، یه هاستلی بود مثلا برای 30 40 نفر جا داشت، مثلا فضای باز و استخر و اینا، کلا روحانی 10 نفر آدم اونجا بودن، به هر کم تا جدا داده بودن، بعد هر روزم قیمتاشو ارزون تر میکرد برای ماها مسافرا که ما هم نریم و اینا، چون به هر اونام داشتن ورشکست میشدن، مثلا نمیدونن، هی میگفتم مثلا که 2 شب بگیری 2 شب بهت مجانی میدیم، 3 شب بگیری مثلا فلان، اینجوری که مثلا تو بمونی و تو هم بتونی بمونی و اینا، و من همینجوری اینجوری کاملا بلا تکلیف با یه مثلا چه میدونم مثلا تو بگو من 500 دلار داشته باشم، همین مثلا کاملا بلا تکلیف رو هوا، و رفتم مثلا تو آشپزخونه اونجا که مثلا آووکادومو ببرم صبحونهمو بخورم و اینا، بحث مسافرانه از کشورهای دیگه اینجوری بودن که آره تو با سفارت صحبت کردی، آره آره انگلیس داره برای ما هواپیما میفرسته بیا ما رو برداره، آره کانادا هم همینطور، آرژانتین هم مثلی، آرژانتینی تو مکزیک هم قراره که اول بره آرژانتینی هم مکزیک رو برداره، بعد بیاد گواتمالا آرژانتینی هم گواتمالا رو برداره، مثل اینکه یه سری هم تو کاستاریکا برگرد، بعد من اینجوری بودم که اینا اولا که همه دارن برمیگردن کشورهاشون چه خانواده هاشون، بعدم سفارت، بعد من اینجوری که یه ذره سرچ کردم ایران اصلا سفارت نداره تو گواتمالا، اصلا سفارت ایران و گواتمالا نه، نیکاراگوه داشت، مکزیک داشت، داشته باشم فکر نکن برات فرش نه کنم. آره اون که، ولی مثلا همین که اصلا، یعنی همین که اصلا مثلا بدونیم اصلا مثلا بلانگینگ، حس تعلقی وجود نداره. اصلا، بعد من اونجا قشنگ اون روز دارم یلا سرفتم زده که این درختان نشستم یکم گریه کردم و اینجوری، یعنی گریه حس تفاوت دیگه، حس اینکه مثلا حق منه، حق منه که منم مثلا توی همچین شرایطی به جای اینکه ترس این که نمیتونم برگم نمیتونم بمونم، و مثلا منم حق دارم که مثلا کشوری که توش به دنیا اومدم مثلا اگه تو همچین شرایط دنیا ندارن مسافراشون نجات میدن، مثلا کشور من انقدر شوته، انقدر تازه من اگه بخوام به قول شما اگه سفارت ایرانی هم وجودش نمی گفتن شما داری تنها تو گواتمالا چیکار، یعنی مطمئنم که اونام بابا کمک اگه اونا میتونستن کاری بکنن برای مردم خود ایران یه کاری میکردن. اصلا، خنده من از گریه من از خیلی وحشتناک بود. و چه خیلی حس بعد غربت و یه مدل دیگه تو تجربه کردی. کاملا این تفاوته، چون هی داری مثلا میگه آقا منم مثل شما، منم تونستم، نه اینکه بگم من میخواستم شبیه شما باشم، ولی مثلا میگم آره منم میفهم. حقمو انگار گرفتم، گفتم منم میتونم، فقط آلمانیا نیست، آره پاسپورت آره من، حالا پاسپورت من بدون اعتباره برای من سختره، ولی منم میتونم، من میخوام و من میتونم، میفهمم قشنگ. دارم حقمو بگیرم دیگه، مثلا میگم منم میتونم تو جوونیم پاشم برم سفر کنم، برام خیلی سختره ولی ممکنه، و این درده دیگه. بعد دارم زنگ زدم مامانم، اوت مالا پر از آتش فشانه، پر از آتش فشانه، و از هر جا باشی یه نمای آتش فشانی هست کلا، و ما توی انتیگوا بودیم و این دوتا آتش فشان دورتر از من اونجا بودن، و ولی مثلا میدیدمش، یعنی
در چیز چشمم دیدت بودن. بود ولی ازشون دود میمد بیرون یعنی، یا فقط همینجوری کوه آتش؟ فقط همینجوری کوه آتش فشانی. و زنگ زدم به مامانم، گفتم که مامان هستی؟ گفت هستم. و اینا گفتم ببین من فکر میکنم من باید برگردم الان، اگه قراره که مثلا میگن که قراره چند ماه ادامه پیدا کنه، میگن که شاید یه سال، خب من میام شما باشم. یعنی من گفتم خب من اینجا چیکار دارم میکنم؟ من میام شما باشم حداقل مثلا یه سال، اگه من نتونم سفر کنم، اگه هیچکی منو تو خونش نمیپذیره، چون منم تو خونه آدم، مثلا اگه من تو هتل و اینا اقامت داشتم، خب تو همین اصلا هاستل میمونم نمیدونم، ولی اینا هم یه موقعی به هر حال میرم، اون هاستل هم یه روزی بس، چون به هر حال مثلا 2-3 ماه بود آدم ها مسافرش کردن، به همشون بستن دیگه. گفتم من چیکار میتونم؟ هیچ کی منو تو خونش راه نمیده، هیچ کی داوطلب نمیخواد، هیچ. و گفتم این راه به هر حال بقا و سفر، اگه قرار اینجوری بشه به نظر من میارزه که من برگردم تا موقعی که اصلا ببینیم میشه دوباره سفر کرد یا نه، میشه فلان. مامان من انقدر عصبانی شد، سلماز جون باورتون نمیشه، اینجوری بودش که تو بعد از 2 سال و نیم توی این شرایط داغون میخوای بری تو این شرایط، چشماتو باز کن ببین کجایی. و من اصلا من انقدرم با من تون حرف زد، من بدتر گریه، نه قشنگ قشنگ یادمه که من لسه اینجوری بودم که یعنی احساس میکردم که تو چرا نمیفهمی که من چه فشاری رومه. آره، ولی مامان پیغامی داشتن برات دیگه. آره الان اونا که الان دستش در نکنه که نگفت آره مامان جان پاشو بیا پاشو زندگی بیا مادر. زندگی. ولی خب منم اینجوری بودم که یعنی چی میگی بمون بمون، اصلا تو نمیدونی چه فشاری رو منه بابا. و قشنگم همینجوری یعنی سرمو تو دستام گرفتم گریه گریه گریه. و بعد من یکی از چیزایی که منو نجات داده گریه است. شاید آدم وقتی بتونه خودش، یکی نجات هم اینه که شما داری منو میخونی، این که بتونم بنویسم یا اینجوری برون ریزی کنم و بدونم 2 نفرم هستن این نوشته ها رو میخونن، این خودش خیلی میتونه رو پروسه کمک کنه و آره. نجات بده. یکی همین گریه هست که حالا هم شادی زیاد، هم ترس، هم غم و اینا، این برون ریزیه باعث شده که انقدر اطلاعات زیاده، به قول شما میگین 6 سال نبوده بیشتر بوده، که خیلی کمک میکنه که اینا بتونه پروسه بشه، بتونه حس بشه که جا بمونه برای تجربیات جدید، چون اگر نتونه آدم اونا رو پروسه کنه، اون همه اون حسا رو نمیتونه ادامه بده. زیاده، خیلی زیاده همه حس هایی که تو تجربه میکنی، همه بالاها، همه پایین ها. و من این آتش فشان ها رو دیدم و اینجوری بودم که یعنی انقدر مثلا اشکام پاک کردم، بعد آفتابی هم بود آسمونم، بعد اینجوری بودم که مثلا چقدر خوشگله، یعنی قشنگ لحظه گفتم گفتم ملیکا دیگه تو رو زمینی دیگه، اصلا ببین چی میشه روز به روز، گفتم روز به روز، Exactly. من هم اینه رو ویدیوات گیرم. ثانیه به ثانیه. تو اگه میدونستی میای گواتمالایی بشه، گفتم از الان به بعد روز به روز، تو الان امروز هستی، امروز رو شب میکنی میخوابی، فردا که پاشوری ببین فردا رو چجوری شب. فردا روز دیگری است. دقیقا. و خب تو فضا مدرسه می نوشتم، و یکی از چیزهایی که فضا مدرسه منو نجات داره تو این سالها اینه که یک دختری به من ایمیل زد که ملیکا جان، من مادر من ساکن آمریکا است، که مادر من یه دوستی داره که این دوستشون یه خانم ایرانی آمریکایی هستن که توی دریاچه اتلانتیک توی گواتمالا زمین داره، من شما رو میخوام وصل کنم الانم اونجا. و من گفتم که حتما و اینا، و ما وصل شدیم. و بعد شوی من گفتم اصلا همین که من میدونم که یک تنابنده روی دقیقا کشید. میدونم یک انسانی وجود داره که اصلا فرای این که همزبون منه، این که به کنار بود از اینکه بتونم اصلا من میدونم یه انسان میگه وجود داره و ما میتونیم، ما جفتمون تو این کشوریم و خارجیم، و اصلا میدونه من وجود دارم تو این کشور، چون اون زوجم برگشتن کانادا، یعنی اون زوجم مدرسهشون رو گذاشتن خودشون برگشتن کانادا، و اصلا با اینکه سالهای سال بود که اونجا زندگی میکردن، یعنی اونا هم به هر حال هیچ داستانی نبود، اصلا هیچ هم نگفته بودن که ما قرار باز کنیم و بعدا میتونی بیای و اینا، اصلا این خبر نه. و ایشون اینجوری بودن که نمیدونم اسمشون رو دوست دارم بدم بگم یا نه، برای همین میگم حالا که ایشون و خانم و که نه پاشو بیا، پاشو بیا، و من یه دوستی دارم که راننده آلمانیه تو رو میاد. مامان باباشو داشت میبرد فرودگاه، چون هنوز ماه اول بودی، هنوز ماه اصلا آدم ها داشتن جا به جا می شدن جا به جا میشدن، میرفتن تا برمیگشتن کشورشون، نگر تو کشور دوباره میگفت این داره میره، خانمهشو بذاره تو فرودگاه، سر راه میتونه تو رو بیاد برداره بیاره دریاچه و اینا. و نه پاشو بیا، پاشو بیا، پاشو بیا. و من
باشه چشم، من نمیخوام اذیتتون کنم، شرایط من اینجوریه، من مثلا هاستلی هم که دارم میمونم مثلا اینجوری قشنگ کامل صحبت کردیم، مثلا من گفتم که من هاستلم اینجوری، مثلا شنم شبی دارم $5 میدم، دو شب بدم سه شب مجانی، اینجوریه بودجه من، اینه، اینم داستان زندگی من اینه، من برام کار داوطلبانه، نه پاشو بیا. و ایشون این راننده آلمانی میان و منو میبرن به یک جاده ها خلوت، یعنی جاده ها هیچی توش، منو میبرن میرسونن به یک، اصلا نمیتونم بگم دریاچه، چون اصلا یه دنیاییه، یعنی اون یه حباب بسته ایه، مثلا دریاچه آبی رنگ بزرگ با 3 تا آتش فشان، من تو عمرم چنین چیزی، چنین منظره ای، عزیزم. انرژی سنگین و قوی که در اصلا ندیده بودم، یعنی انگار مثلا میرسی بهشت، یعنی میرسی مثلا میگه که اصلا من بعد نمیدونستم که همچین بهشتی میتونه وجود داشته باشه تو دنیا، و این منظره، و من بعد سوار قایق بشی و با قایق بری به یه رکوهای روستای انقری دهی، و یه خانم ایرانی بسیار با لبخند بزرگ و با بسیار مهربون و 7 تا گربه و چند تا سگشون و چند تا کلبه دارن اونجا، به توی کلبه بدن و بگن آه کلبه زرده اون بالا برای شماست و نه بیا همینجا بمونه، و مثلا من فهم کردم که مثلا من قراره مثلا رو زمینم رو مبلشون نمیدونم یا رو نمیدونم، هیچ ایده ای نداشتم. بعد مثلا بعد اون خانم اونجا چی کار میکردن؟ اصلا چطوری اونجا پیدا کرده بودن؟ اونم 12 سال بود اون موقع که اونجا بودن، و اونم اصلا داستان خوشون داره، 60 خورده سالشون بود و یه رستورانی دارن اونجا، و اونم اصلا اون داستانش جداه، این که خودشون آره ببین، سفر ولی تو واقعا یه دفعه از اون حالت که وای من میخوام برگردم ایران و مامانت اینجوری گفتن، همه چی یه دفعه شد گروپس برگشت. کاملا، یعنی اصلا کاملا، من که اصلا انقدر برای من عقلانی بود، حالا هیچ وقت کارم عقلانی نبوده، برگشتن به ایران فهم کردم که خب آخه من نمیتونم الان سفر کنم، خب برگردم چه خانواده هم باشم دیگه، قراره هم مریض بشیم بمیریم، خب با هم دیگه مریض بشیم. فکرای و کرد در مامانت گرم که فضا ندادن بهت. الان میگم واقعا دست زندگی من تغییر، یعنی زندگی آدم پس تبریک. به یه آره و نه، به یه میام نمیام بستگی داره، زندگی انقدر عجیبه، یعنی مسیرها میتونه ببین کاملا، این تو قبل از این خانم ایرانیه بود که گیر کردی، یه جای گیر کرده بودی، بعد همونجایی که گیر کردی اون حاصله بود، همون حاصله جای بود. حاصله بود که نمیتونستم برم به هیچ وجه. اینا بگم که آخه ما رسیدیم این دریاچه اتلانت 12 تا روستا داره، این روستایی که توش بودن کوچیک‌تری، حالا منم مثلا اینا اصلا انتخابای من نیست که، من انتخاب کردم، یعنی میدونی چی میگم، یعنی بعضی موقع تو انتخاب میکنی من برم اون دریاچه که فلان داره نه یعنی اینا منظورت از اینه که انتخابت نیست، اینه که تو هر جا خواستی بری نشستی تحقیقات تو کردی، محیط رو سنجیدی، دوروبری ها رو دیدی، شرایط کار رو دیدی، هاستل رو چک کردی، نونم کار داوطلبانه هم چجوری، خانواده چند نفر، این اصلا همینجوری فقط رفتی که یه سرپناهی باشه که شبت رو روز کنی. یعنی اصلا انگار اون تیکه ای که من الان زیر این درخت نشستم و گریه کردم کاملا میگفتم این تسلیم، یعنی اینجوری بودم که ببین من It is هستم what it is دیگه. باره، یعنی و انگار بعضی جاها رو مثلا شما میگیم مثلا من انتخاب کردم که ویزا بگیرم که برم گواتمالا، بدون که دقیقا بدونم که گواتمالا چی قرار بر من پیش بیاد، ولی دقیقا، ولی اینکه برسم به اون دریاچه و تو اون روستا، اینا همه زندگی حالا اون دیگه جاها من انتخاب کردن، گفتم پاشو بیا، اتفاقایی بود که افتاد و ببین، اینجوری بود. صبر کن صبر کن صبر کن، یه چیزی میخوام بپرسم، چقدر پیش اون خانم ایرونی موندی؟ دقیقا الان اینم روی هم رفته 6 ماه، ولی خودشون برگشتن ایران، اینو بگم، یعنی من بعد از 6 هفته، 6 هفته ما با هم دیگه بودیم و توی این فضای به حال سرسبزی که داشتن و هر روز غذا درست میکردیم و بازی های فکری انجام میدادیم و میخندیدیم و اینا، بعد خودشون برگشتن، به حال ملیت آمریکایی، یعنی آمریکایی ایرانی آمریکایی، خودشون برگشتن میشه خانوادهشون ایران و من موندم و سگا و گربه هاشون، و 6 ماه من 6 ماه توی اون تنها کلبه زندگی کردم تنها. خب به هر حال 600-700 نفر، نمیدونم دقیقا چند نفر توی اون ده زندگی میکنن، ولی خب خود مایه ها بودن، خود مردم گواتمالا بودن، زبون خودشون رو صحبت میکنن که اسمش سوتوخیده توی اون منطقه، زبون دومشون اسپانیاییه و هم ما با اسپانیایی میتونیم صحبت کنیم، ولی مثلا من آگاه بودم خیلی، نه که بگم بد اسپانیایی صحبت میکنن، ولی اسپانیایی مثلا اونا هم زبان دومشون بود دیگه، منم زبان دومم بود، داشتیم با هم صحبت میکردیم و
مثلا من یادم ماه سوم شروع کردم حوصله‌مون سر می‌رفت، شروع می‌کردم کلاس های انگلیسی به بچه ها به بزرگ سال ها، فقط سر خودم رو گرم کنم، انقدر می‌خندیدیم و با سگ ها، چقدر این سگ ها انقدر دلم براشون تنگ شده، روی کوه ها راه می‌رفتیم، چون فقط با قایق میشد رسید به اونجا، مغازه‌ای وجود نداشت، ما فقط با قایق هفته یه بار دوشنبه هم تونستیم بریم به یه روستای دیگه که اونجا مغازه نشه، و فکر میکرد که من تو این یه هفته چی احتیاج دارم، چون همه رو میخری برمیگردی دوباره. و بخشید اینو بگم که روزی که من رسیدم اونجا، روز بعدش خبر اومد که جابجایی بین استانهای مختلف گواتمالا، یعنی من دقیقا روز که رسیدم گواتمالا فرودگاهو بستن، روزی که رسیدم به دریاچه جابجایی بستن. من میتونستم که اون یک سال گواتمالا رو توی همون هاستله یا همون شهره باشم، شاید مثلا یعنی برمیداشتم، خانم واقعا نجاتت دادن اصلا نجاتم دادن، فرشته نجات واقعی. و و 6 ماه اونجا بودی تا برگشتن پیش سر زندگیشون یا نه؟ آره 6 ماه اونجا بودم، تا آخه بعد 6 ماه یکم تو خود گواتمالا، یعنی ماه ششم قشنگ مثلا همین مرزا باز شد، ما میتونستیم با قایق بریم روستاهای مثلا تو خود استانت میتونستی حرکت کنی حرکت کنی. آره اینجوری. و بعد 6 ماه برگشتم، ولی من خودم با یه سری جوون دیگه آشنا شده بودم، رفتم با یه سری آدم دیگه زندگی کردم، یه سری دوست داشتم اونا، یعنی میگم آدما رو شناختم. و مثلا بعد 6 ماه من از خونهشون اومدم بیرون، ولی تو همون منطقه بودم، تو همون منطقه بودم. و اون 6 ماه هم میگم 3 ماه اولش خیلی برام خوب بود، چون که بعد 2 سال و نیم سفر، مثلا اونجا شروع کردم کتابمو نوشتن، بعد 2 سال و نیم سفر میگفتم بالاخره یه جایی هست من احتیاج به معاشرت ندارم، یعنی سویت بشینم هوم، پست کنی. سویت هوم. ببین قشنگ به نظر میرسه که حس چیز داشتی، لغت انگلیسیش هومه، هاوس نیست دیگه، هومه یعنی یه جایی که حس خونه گرم، سرپناه، یه جایی که سرپناه و این سگ ها، من با هیچ کی صحبت، من از موقع دیوونه می شدم، من گفتم من هیچ چیزی نیست با صحبت کنم، ولی این سگا هستن باشون همه رازای زندگی با این سگا. ماه چهارم پنجم یکم دیوانه داشتم می شدم، چون که جدا از این که، چون به حال مایه های اونجا که گواتمالا، دوستای گواتمالا که به حال بومی های اونجا هستن، یه سری مثلا شاید بگم 5 تا خارجیه، مثلا از آلمانی تا بلژیکی تا سوئدیه، مثلا 50-60 ساله به بالا، که اونم به حال من 22 سالم بود، میدونی چی میگم، یعنی دیوونه این شده بودم که آقا یه آدم مثلا 20 ساله من ببینم باش صحبت کنم، مثلا فقط صحبت کنم، یکم ذهنم داشت ماه چهارم رد میداد واقعا، از این لحاظ اینکه احساس میکردم چه انگار توی میفهمم. بهشتی هستم، ولی باز زندانی هم توی اون بهشت، چون اون آزادی این مشکل اصلا الان که من تو کار کلینیک، که الان بزرگترین مشکلی که وجود داره برای نسلی که اون موقع به خصوص تینیجر بودن یا تو دهه 20شون بودن، دیپریشن ناشی از سوشال انگزایتیه. یعنی انقدر اون موقع تو خودشون موندن که حالا تو که اصلا ذاتن آماده بودی که بری بیرون دوباره معاشرت کنی، حالا خیلی هاشون توی معاشرت های بیرونیشون یعنی دوشان مشکل شدن، یعنی اصلا منتال هیلث، سلامت روان نسل های متمادی تحت تاثیر قرار گرفت. یعنی حق داشتی اون موقع رد داده بودی، همه هم رد داده بودی. همه همون رد داده بودیم میگه اینجا، چون همه آه چه بهشتی، و من میگفتم، من از خیلی لحاظا میگفتم چقدر شوق گذارم که هوای تمیز نفس میکشم، که منظره دارم، که توی طبیعتم، که توی یه اتاق تو آپارتمان زندانی نیستم، میدونی این که پام به، ولی مثلا خب باز اون قسمت سوشال لایف، زندگی اجتماعی، زندگی سوشال لایف، و روی در مثل کوه دارم تو کوهای گواتمالا مثلا. و من در کل 1 سال گواتمالا زندگی کردم، مثلا همون 20-20، و مرزا باز شد تو خود گواتمالا، خیلی ماهای آخرم سفر کردم و اینا، و راستش رو بخواین توی گواتمالا بود، دقیقا بعد از، حالا تو گواتمالا که نه، تو کرونا بود که من متوجه شدم که ملیکا، جدا از اینکه اصلا نمی‌دونستیم که قرار سفر اصلا دوباره به شکل قبل یا بعد بار بازگرده یا نه، گفتم که ببین تو دیگه نمیتونی برگردی ایران، یعنی اولا که تو خیلی تغییر کردی، دوما من اینکه
خیلی با خودتو جا دادی، انگار مثلا آدما میرن مثلا مهاجرت میکنن، میگن بعد 2 سال تازه. گفتم ببین تو الان این 2 سال تو آمریکای لاتین مهاجرت نبوده ها، ولی توی یه فرهنگ لاتینو بوده، زبون یاد گرفتی. گفتم انگار تو سرمایه گذاری کردی، یعنی تو همون پروسه هایی که رد داده بودم اینا رو چون پروسه میکنم. و گفتم که تو الان نمیتونی بری مکزیک، کوبا، ایران. تو آینده توی ایران نداری، فقط داره اوزا چون تو داشتی قشنگ مانیتور به اون رفلکشن اتفاق افتاد زمانی که تو اتفاق افتاد، چون زمان داشتم که اینو رفلکت کنم. چون من فکر می‌کردم نه دیگه، من پروژه آمریکای لاتین هم میرم، گواتمالا، مکزیک، کوبا، ایران. و بعد اینجوریام که ببین تو یه کشوری که دوست داری، که حالا اون موقع من توی برزیل و آرژانتین خانواده های باشون سری کردن که میگفتن که اگه وقت بخوای جای اقامت بگیری، یکیشون مدرسه داره، یکیشون یه زمینه دیگه داره، مثلا گفتش که ما میتونیم کمکت کنیم که ویزای کاری بگیری. و فهم کردم که اوکی، من باید که مثلا این کشور رو انتخاب کنم و اقامت بگیرم، و بعد اقامت که گرفتم میتونم برگردم ایران، بیام ای برم. بابا بازم میخواد برگرده اینو، عجب گرفتاری شدیم تو. بابا اینا من رو تو همیشه سوشال خواستم میدیا برگردم، نمیفرستی؟ من اصلا نیومده بودم که بمونه. ببین اینا رو نمیدونم تو سوشال زندگی میدیا چی شد. نمیفرستی؟ نه آخه میدونین چی، آدم ها مخصوصا چون الان شرایط سخته، همه میخوان برن. آره واقعا هدف من اون اول نه، واقعا نبود. الان میدونم تصمیم خوبی گرفتم، الان که اصلا نمیتونم برگردم، ولی اصلا میدونم تصمیم خوبی، یعنی تصمیم درستی گرفتم یا الان میگم. ولی یکم اینم شانسی بوده، من اصلا قبل اینکه دلار گرون بشه، تحریم بشه، من سفر رو شروع کردم بدون اینکه بدونم چی قراره پیش ولی بیاد. من میخوام به تو یه چیزی بگم، حالا بهش فکر کن. اون چیزی که من حداقل دیدم تو این سالها، ابزرو کردم، مشاهده کردم، اینه که درسته که قیمت دلار به تو خیلی با تو همراه و دوست بوده به هر حال به نسبت، اما تو کسی هستی که اون چیزی که من در تو میبینم، تو به هر حال در هر شرایطی با هر قیمتی باز هم برای رسیدن به گوش دادن به اون صداه حرکت تو میکرد. ببین مطلب چیه؟ مگه الان بچه های ایران نمی کنن؟ هنوز خیلی ها دارن خیلی کارا میکنن، right؟ ولی مطلب اینجاست که تو چقدر آدم به اون صداهه گوش میکنه و اون صداهه رو مال تو. ببین اصلا تو اسم گذاشتی براش بیرونه. من بهت بگم، من نمیدونم اوپرا وینفری رو هیچ وقت مطالبش رو گوش میکنی؟ اوپرا من سالها پیش، ملیکا جان مثلا 8-9 سال پیش یا 10 سال پیش، 1-2 سال بودم از بام کانادا، یادمه که 12 سال پیش یه ویدیویی گذاشته بود، از این ویدیوهای اینسپایرشن که میشینه جلوی دوربین حرف میزنه. اونجا گفت این صدا، گفت به اون صداه گوش کنیم. من گفتم خدای چی؟ گفت برای اینکه این صدا اولش میگه بینگ، بعد میگه بینگ، بعد اگه گوش نکنی باز محکم تا یه جا میبینی محکم میکنه پرتت میکنه که بابا گوش کن. تو به هیچ کدوم از اون بینگا نرسیده، با تو با همون دوتا بینگ اول رفتی بهش گوش دادی، به همین خب انرژیت مصرف مقاومت با صدا نشده، در راستاش رفته جلو، میدونی؟ و اون صدا در تو خیلی قوی بوده و تو خیلی شهود قوی داشتی. میدونم که قیمت دلار شرایط اقتصادی تاثیر گذاره، خیلی زیادم تاثیر گذاره، ولی به نظر من تو اون چیزی که در درونت داری خیلی درایوش قوی تر از قیمت دلار. مرسی، ممنونم. یعنی ممنونم. واقعا like من خیلی از چیزی از گرفت، خیلی زیاد، خیلی زیاد، یعنی خیلی، به خصوص زمان کووید تو اونجا گیر کرده. من یادم نیست همون جا بوده، تو اون هاستله بود، یه پسرم بود که رو اعصابت رفته بود. ببین یعنی من اون موقع میگفتم من بخوام برم اینو بردارم بیارم کانادا، اعصاب خودم رو آروم کنم. ده گیه میکنی؟ منم الان آره این که گفتید، اصلا آخه آدم میدونی چیه، خود آدم یا میگم الان که میگین شهود و اینا، خود آدم در خودش اینجوری نمیبینه، شما دارین منو میبینید، ولی خب خیلی با ارزشه برام شنیدنه. همون پیغام مامانمه که میگه که ادامه آره بدید. بابا تاثیرت خیلی بالا بوده. میدونی من چقدر کلاینت های من اکثریت قریب به اتفاقشون، یعنی همشون 100%شون خارج از ایران مهاجرن. خب هر کی توی مکافاتی گیره دیگه، بالاخره وقتی مهاجرت میکنی خود میدونی، حالا همه رفتن که مهاجرت کنن که بمونن. بعد توی رده سنی دهه 20 یا 20 و 30 خیلی من کلاینت دارم، به خصوص دو دخترم، و هر کی اومده به لرزه گفتم این پیج ملیکا. برو یه نگاه بکن،
ببین که چجوری داره برای باورهای محدود کنندش نگاه میکنه. و از همه مهمتر اینه که همون قضیه چمدون و چیزه بگو کوله پشتیه. حالا من شاید راجبه اینم یه اپیزود پادکست رفتم، اینی که تو چمدون دستت داری میکشی یا چیزات میذاری توی کوله پشتی اینا رو، ها؟ چون هرچه اون سنگین تر باشه. همینی که تو گفتی خیلی قشنگ گفتی، خیلی قشنگ گفتی، تا یاد گرفتم. ببین حالا به من بگو بعد کووید چی کار کردی، یه ذره دیگه بگو، من باید از یه ساعت هم آره. نمیدونم چقدر وقت داری. بعد از کرونا اومدم مکزیک، کوبا، ایران، اومدم مکزیک. راست رو بخواین من ویزای برزیل گرفتم توی گواتمالا و فکر میکردم که من میرم مکزیک برزیل، چون دیگه کوبا موقع کرونا یه بود دیگه، ایران نیستش دیگه. آره دیگه ایران نبود، تهش ایران نبود و مکزیک برزیل. ولی من موقعی که رسیدم مکزیک به طرز دوباره همون حالتی که بود تو گواتمالا، یهو همه چی برای من رسیدم مثلا به یه روستایی، تمام چیزهایی که تو ذهنم میخواستم، از جوانهایی که مثلا مثل من فکر میکنن، تا مثلا دلم برای کار با کودکان تنگ شده بود، مدرسه، تا یوگا، تا اکرو یوگا، هر چیزی، تا سالسا، همه چیزهایی که ذهنم بود رسیدم به یه جایی. و موقع حتی تو مکزیک من میتونستم جابجا بشم، ولی مثلا گفتم من نمیخوام تو کرونا سفر کنم، جدا از حالا، جدا از حالا لحاظ سلامتی و اینا، میگفتم من چون دلم خواب برم تو دل مردم، الان آدما نمیپذیرن مهمون، حقم دارن. و آره. رسیدم و گفتم که مثلا من آروم آروم مثلا میخوام یه ماه اینجا بمونم، بعد میرم یه جا بمونم. بعد یهو انگار همه چی بعد از 6 ماه، چون ویزای مکزیک هم ویزای 6 ماه هست موقعی که وارد میشی، و مثلا ماه سوم اینا بود که من اینجوری بودم که من این کشور چقدر خوبه، چون برزیل کشورشون زبانشون پرتغالیه. گفتم که من از لحاظ، یعنی میخوام عقلانی یکم دوباره فکر کنیم، حالا احساسی هم اصلا بود برای من، چون خیلی یهو با مردمش اصلا یهو جور در اومدم، چون اصلا حالا زبان رو بلد بودم از قبل، ولی گفتم اینا هویت دارن، فرهنگ دارن، لحاظ اقتصادی کشور مثلا روی خطیه، مثلا لحاظ موقعیتی جغرافیایی هم، گفتم چقدر اینا خوبن. من و بعد یهو مثلا اون مدرسه ای که مثلا یه مدرسه ای بود توی اون روستاه که من رفته بودم کلاس پارچه، کلاس ایریالز، که برای اولین بار تو زندگیم تجربه کنم، بعد دیدم اینا تو حیات، این چه، بعد دیدم این شبیه مدرسه است که اینا تو حیاتش این کلاس ها رو دارن و اینا. که بعد مدرسه سوال کردم مثلا من شما بازین، چون مثلا من تو گواتمالا بودم، اینا معلم زبانم، ما دنبال معلم زبان میگردیم. بعد با اونا صحبت کنی که بعد اینجوری که نه قرارداد یه ساله، گفتم نه با من با ویزای توریستی اومدم، که حالا بعد اینو نه ما برات درست میکنیم. و اصلا یهو اقامت من جور شد و همه چی، یعنی از کار، زندگی، دوست، همه چی یهو تو مکزیک جور شد. و اوایل دقیقا 3 سال پیش بود، فوریه 2021، و چون موقع هنوز 2022 آدم ها هنوز خیلی مرزا بسته بود دیگه، 2 سال ما آره کرونا، آره و آره اینجوری بعد شد دیگه که تو اونجا استقبال شد. تو یه سال موندی مکزیک؟ من الان 3 ساله که بیسم مکزیکه، جابجا خیلی شدم و میشم و الان در جابجاییم، پس ولی الان شما یه مکزیکی هستید. الان من یه مکزیکیم، آره، یعنی سلام علیکم. خوبی کن اقامت بچه. مکزیک دارم. و مامانم رو توی این 3 سال دیدم، چون آره من ای خواستم هی برگردم ایران، بعد مامان من حالا سر اتفاقایی که یکم برای امنیت من که نمیتونم برگردم ایران، مامان من گفتم خب هر حال این بلیته، یا من باید بگیرم برم ترکیه، یا اون ترجیح میدم اون بیاد و زندگی منو ببینه. و اون بعد از حالا 2 سال تلاش عملی شد. به هر حال همین که اصلا تو وقتی که درگیر این نباشی که من باید برم چه کشوری کجا بمونم و اینا، اصلا ذهنت میره، میدونی، ذهن آروم میشه. یه دوباره من رفتم برزیل، کوبا رفتم، یعنی کشور دیگه هم که میرم، ولی خب یکم اوضاع ویزا با اینکه باید هنوز ویزا بگیرم فرق میکنه، چون که اقامت رو وقتی داری 1 درجه راحت تر میشه. حالا من یه سوال دیگه راجع به این مسیر زندگیت دارم، برام خیلی جالبه. راجع به این چیز، دنس جدیدی که شروع کردی، حالا جدید که خیلی نیست، ولی خب این یه اتفاق متفاوت دیگه. تو سالسا یاد گرفتی اصلا، یعنی رفتی غرق در این فرهنگ امریکای جنوبی شدی، کلی ازشون چیز یاد گرفتی، از اصلا یعنی بی‌نظیر بوده این سالها. من همینجوری نگاه می‌کردم دیدم تاریخچه منسجمی داره میره جلو. همینج این هم بگو چطوری شد که اینقدر بهش جذب شدی و این رقص رو شروع کردی یاد گرفته؟ اصلا تعریف کن به من، بگو چیه مال چیزه، رفتی سیرک درسته؟ توی همون باکالار، همون روستا، شهر کوچیک که توش بودم،
من خب تئاتر رو یعنی پیش زمینه تئاتری دارم، اجرا کردن رو دوست دارم، اصلا صحنه رو دوست دارم. آدم باشگاه هم نیستم، آدم بسیار فعالی هم، کوهنوردی شنا رفتن، با وزن خودم ورزش های مقاومتی انعطافی همه چی انجام بدم، ولی خیلی برام حوصله سربره. یوگا هم دوست دارم، ولی هیچ وقت مثلا اینجوری نبودم که وای من برم مثلا اونقدر، یعنی فکر میکردم که خب خیلی عالیه ولی اونقدر منو دیوانه نکرده بود یوگا. آره جان، یادم هست من چیز بگم، شما خیلی دارید خیلی سر به زیر و با خضوع داری صحبت میکنی. دوست عزیز، باشگاه باید بیاد تو یاد بگیری چجوری فعالیت نه کنه. چی میگی؟ میگه آدم باشگاه نیستم، از درخت رفته بالا، از صبح با یه کوله سنگین اون همه ساعتها تو جاده راه رفتی، همیشه داری فعالیت میکنی، یا تو مزرعه اینوری اونوری، دیگه یوگا و باشگاه باید جلوت تعظیم کنه، بگی ملکا حرکت بعدی چی تو با. ولی باور کنی هنوز که هنوز آدم ها پیغام میدن ملیکا جان باشگاه نمیری، ای باور وای نمیشه ها، ای من پیغام و من یعنی پیغام بعد مثلا کلاس پارچم ملیکا جان به نظر من تا اگه به من اینجوری هم که واو مثلا عزیزم یه ذره ای دارین از این که مثلا بعد کلاس خیلی پارچه بعد بیا تو باشگاه شعبه بزنه. اصلا الان خیلی ها دارن به سمت ایریال یا هنرهای سیرک معاصر رو میارن، برای نه اینکه بخوام برای هنرمند سیرک بشن و فقط برای مثلا انگار یه نوع دیگه از ورزش مثلا همون آره پیلاتس و فلان و بسار. و من ترس از ارتفاع هم داشتم و دارم. دفعه اولی که دوستان گفتش که ملیکا یه سری کلاس پارچه و ایریال و اینا هست بیا بریم ببینیم چیه، بعد من که رفتم گفتش که کلاس مثلا الان یه دوره یه ماهه داره شروع میشه و مثلا 20 دلار بود یه ماهه و اینا، من دقیقا مثلا منم اون مثلا 500 پزو 500 پزو داشتم و مثلا دادم و گفتم اوکی مثلا یه ماه. بعد شروع شد یه ساعت فقط تمرینای سخت بعد، چون قبل اینکه اصلا اون پارچه بخوای بری بالا یاد بگیری چجوری بری بالا، یه ساعت فقط بدنتو گرم میکنی و بری تمرینای باشگاه قبلش. آره و همون کاری باشگاه، ولی خب اون تیکه رو مثلا یا من حالا به اشتراک نمیذارم یا آدما خب آره نمیبینن. نمیذاری عزیزم، نمیذاری. من دفعه اول دیدم گفتم بابا قبلشو بگو، من بیام اونجا همه استخونام خورد میشه میرسه پایین. باید فیلم بگیرم از قبلش که مثلا آی قشنگ نو ساعت گرم میکنیم. و بعد اون یه ساعت من اصلا اینجورم که انقدر اولا که انگشتام مثلا درد، این دیگه چیه برو بابا کی حوصله داره درد ها، و مثلا اصلا من میگفتم تو دوربین میبینی؟ آخه بابا بس من بس من داغ دلم رو بگم، این آدما including yourself از جمله خودت میرید از این تنابا میرید بالا خیلی راحت مدل جناب خانی برد میپیچید میایین پایین عکس میشیم میدونه درو ابا عکس میشیم پیس آف کیک، کاری نداره دو آره ثانیه من هر دست روز چیز میکنم زنده اینجوری نخورید، این الان همه سلولاش دارن ناله میکنن. بعدن عادت میکنه، یعنی من میگم بعد همه آره اون مثلا معلم منم هم مثلا اینجوری که بعد من میگم گفتم که کار نداره که آره چون اونم انقدر راحت نشون و خود میریم حالا چجوری بالا بمونم حالا چجوری بمونم این موقع که داره بدنت میلرزه رو فیلم بگیر اونم بذار لطفا، پروسه های ماهای سال اوله. و اینو بگم که من روز اول برگشتم گفتم که امکان نداره من اینو، یعنی قشنگ هم میگفتم این دیگه چی بود برو بابا. بعد دوستم گفت ببین حالا تو پول دادی این یه ماه برو و قطع کن، ولی یه ماهی که میری یه ها مثلا همون حسی که مثلا میتونی اون بالا بمونی، یا مثلا من مشکلم که من 4 ماه طول کشید تا بتونم وزن خودم رو اون توی ارتفاع، یعنی چون پایین دوشکه تو ارتفاع وزن خودم رو تحمل کنم و برعکس بشم و بعد از اونجا تازه شروع میشه حرکات، یعنی برعکس شدن که ببین با آدم بیسش ها برای میکنه. من 4 ماه طول کشید، حالا بعضی همون جلسه اول میتونم، ولی خب این حسایی که مثلا میتونم ایوا تونستم بعد آفرین خیلی, خیلی حس خوبی به آدم میده و فهم میکنه که بدنم، چون مثلا من تو گواتمالا خیلی پاهام قوی شده بود انقدر که راه میرفتم رو کوها، بالا تنم قوی نبود اصلا اونقدر و حس خوبی آدم میده دیگه. یه ما دیگه میرم یه ما دیگه میرم و من
توی این 2 سالی که الان دارم مداوم تمرین میکنم، احساس میکنم که از یه چیزی که مثلا برام تفریح بوده به یه علاقه تبدیل شده و این علاقه شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر شده و من حتی رفتم مدرسه سیرک 5 ماه توی مکزیکو سیتی چون حس میکردم که من اصلا اینو میخوام حرفه‌ام کنم. بعد رسیدم گفتم که حرفه های دیگه ای داری؟ حالا اینو میتونی، چون حرفه بسیار کوتاهیه متاسفانه، منم متاسفانه 16 سالم نیست، 26 سالم الان و یکم احساس میکنم که دیره بخوام همه خیلی چی رو قشنگه ها. بکنم براش. ببین خواهش میکنم یه بیفور و افتر بذار، یعنی حتما قشنگ همه الان هم مثلا الان هم با چند سال دیگه هم بیفور افتر میشه، ولی حتما نه حتما اونا رو ما نمیخوایم ببینیم، الان شما افتر ماست قربونت. چشم ببین من چشم نمیخوام یعنی میخوام که سیر نمیشم، و اولا بارم. که من قول بدی یه دفعه دیگه، این دفعه کمتر قول میدم، 1 ساعت بیشتر نشه، ما هم حرف بزنیم. ببین یه سوال دارم، عجیب ترین چیزی که در مورد خودت شایع طور شنیدی چی بوده؟ شایعه طور این که به دولت وصلم و اونا دارن پول منو میدن، اینو اوه شنیدم. یا مثلا کلا یکی داره پول منو چرا میده کم میدن؟ من کم میرم خیلی میدن بگو درست شدن، چه وضعیتی هاستل پاستل، پدرت در اومد بیرون، یه عالی زندگی بود، عالی بود. چرا لاکچری کم بگیر. میدن نمیدونم چرا. و این که مثلا تو هم که بابات فلانه و بیساره و آره دیگه، یا پویا پدره که اصلا نیست داره پولتو میده، یا دولت داره پول. این عجیب ترین چیزی بوده که مثلا پیغامایی که میاد که من اینجوری هم که اوکی. Interesting. بگو بگو یه ذره بیشترش کنن که حداقل به خفتش بیارزه. مثلا شما به کجا وصلین؟ بسلین آره مثلا من اینجوری رو هم که بال ما فعلا به یه تنابی آه بسلین، وصلین زیرمونم توشکه. ببین یه سوال دیگه، من دیدم یه مدتی مثلا تورتوری هم گذاشته بودی، یعنی مثلا آدم ها میمدن، میتونه هنوز داری اونو؟ من الان 3 ساله همین سفرهای گروهی برگزار میکنم، مثلا 4-5 تا در سال، کار تمام وقتی برام نیست ولی خیلی دوست دارم. الان اتفاقا نیست بهت میگم که من همین حالا 2 هفته دیگه، 10 روز دیگه گروه دارم تو جنوب مکزیک، ولی من 1 ماه و نیم دیگه دارم برمیگردم گواتمالا با یک گروه، با یه گروهی از آدم ها که خیلیشون قبلا ما سفر کردم و اصلا الان نشم راجع به گواتمالا صحبت میکردم، باورت نمیشه قلب خودم، یعنی میگفتم ببین پس قرار 2 ماه دیگه بری دوباره ببینیش. و خیلی این کار رو دوست دارم و احساس میکنم که خیلی شبیه معلمیه حتی، آره چون اینکه خیلی اصلا خیلی خودتی همش رفت داره و خودتی اینکه بتونم دنیای لاتینم و با دنیای حالا ایرانیم وصل کنم و تجربیاتی که داشتم و فرای دیدنی هایی که آدم تو تورم میبینه که اونا رو میبینیم، ولی خب من چون تو این کشورها زندگی کردم، خب یه سری آدم میشناسم. مثلا بریم تو مزرعه کاکائوی این آدمی که من میشناسم که بعد اینو مثلا اینو تجربه کنیم، اینو اوه چه تجربه کنیم، قشنگ. داخل تر از چیزی که شاید مردم برن ببینن، یکم عمیق تر. و اینم آره انجام میدم. به به خیلی مزه داد. ملیکا سوال آخرم اینه که ملیکا رو 10 سال دیگه کجا میبینی؟ ملیکای 36 ساله کجاست؟ وای گاهی خودم من خیلی موقع خودم رو هنوز تنها میبینم، باورش نمیشه اصلا خودم رو در خانواده و رابطه و اینا رالا رابطه شاید یادم دیوانه شب خودم سر رو هم قرار در نظر من دیوانه باشه، ولی انقدر سبک زندگی سخته که خیلی سخته بخوای تو روابط و اینا دیوانه خیلی. نه، یه آدمی که انقدر واندرر بود دلش بخواد کشف کنه، مکتشف باشه. آره ماجراجویی که بدون چی میخواد از زندگی خودشو. این هم جزو همون بهاهاست که دیگه با هر آدمی اونقدر تو جذبش نمیشی، ولی من خودم رو میبینم که یک پروژهی دارم یه گوشه آمریکای لاتین. حالا این بعضی روزا میبینم که مثلا این حالت نان پروفیتور یه مدرسه ایه و من یا تو گواتمالا یا تو نیکاراگوئه دارم مثلا با بچه ها کار میکنم. بعضی موقع خیلی بزرگتر میبینم، فکر میکنم که یک فرای مدرسه، که یعنی کودکان رو همیشه میبینم ولی میدونم مثلا حس میکنم که من تو طبیعت همه جایی زمین دارم، درخت نارگیل، آووکادو، منگو و مثلا یه سری کابین ساختم و آدم ها من میشن. خیلی این دید منه به 10 سال آینده که مثلا یه پروژه این شکلی دارم و یعنی یه ریشه یه جایی کاشتم. و خب سفرها من هیچ وقت نمی کنم قطع، اصلا فکر نمی کنم قطع بشه. این پروژه آمریکای لاتینه تموم شده که من بدون توقف 3 سال و نیم
4 سال تا برسم به مکزیک، در حال اون پروژه تموم شد. شاید مثلا الان مثلا من 2 ماه کوبا برمیگردم، 3 ماه میرم اونجا و اینو اینجوری دارم. ولی سفرها فکر میکنم فقط از یه شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه. ولی کار با کودکان، طبیعت، مزرعه و میزبانی، من الان میزبانی رو خیلی لذت بزنم، مخصوصا که مخصوصا وقتی مسافر ایرانی میاد پیشم. عزیزم، پس ملیکای 36 ساله اینجاست. هیچ وقت فکر کردی بری اون ور کره زمین استرالیا رو ببینی؟ خیلی با اصلا الان صدام نمیکنه به هیچ وجه، آره دارم ولی اروپا رو برای همین اصلا نپرسیدم. اروپا که هیچ. اروپا که هیچ. راستش بخوام مثلا با کتابم بعدم نمیاد، مثلا همین حتی اروپا، حتی استرالیا، مثلا فکر میکنم که پروژه ای مثلا میخوام به اون کشورها برم، مثلا بگم میخوام برم سخنرانی بذارم مثلا با یه کتابی که دارم، یا همین داستانم رو برم تعریف کنم و برگردم، مثلا اینو اینجوری بهش فکر کردم. ببین، یعنی واقعا میخوام بهت بگم، اولا که من مطمئنم که این راهی که داری میری، یعنی این مسیر زندگی رو، خیلی از چیزایی که تو امروز یاد گرفتی، اگه منو بشناسی میدونی من آدم روکی ام، اصلا اینجوری بپیچم لای زرورق و اینا نیست، من خیلی صاف و ساده حرفم میزنم. خیلی از چیزایی که تو دهه 20 زیر 25 سالگی یاد گرفتی، آدمای زیادی از جمله خودم، من جمله خودم، خیلی طول کشیده یاد گرفت، خیلی طول کشیده. یعنی واقعا وقتی جهان هستی ما رو از بهشت امنمون، من همیشه میگم با یه تیپا میندازه بیرون، آدمای عزیزمون، چیزای عزیزمون یه موقعهایی از دست میدیم که هنوز خیلی نیاز داریم پرشیم ازشون، دو راه داریم، یا بریم تو دره و در و دیوار رو همیشه ویکتیمایز کنیم، خودمون رو قربانی کنیم، یا دست بزنیم رو زانون بگیم ببینم بعدی چیه، بعدیش ازش استفاده کن. تو یعنی راه دوم رو یعنی مسترش کردی، استاد شدی توش، خیلی برای من جالبه. و علت اینی که میگی من یه آدمی مثل خودم پیدا کردم برام سخته، برای اینکه تو یه خرد و یه درک و یه برداشتی از زندگی زیستت داری که آدما خیلی به سختی با دو برابر سن تو اینا دارن. شاید در ظاهر مثلا خیلی لوکی صحبت میکنی، از خودت با تواضع و خضوع صحبت میکنی، ولی خیلی یه خرد بزرگیه که آدم های اطراف تو میگن هی باید سفر کنی تا یاد بگیری، تو فقط سفر نکردی، تو اینجوری لای لای پوستت هم کردی، خیلی داری با سکوت به من توجه میکنی. خلاص میخوام بهت بگم که بر من من واقعا، یعنی شاید برات خیلی کلیشه شده شنیدن این، فقط میخوام بدونی برای یه آدمی مثل من خیلی درسای جالبی داشت. فقط هم این نیست که بگم اوه مثلا ببین چقدر خوب سفر میکنه، نه، دیدت به جهان بیرون و برداشتت از وقایع. مثلا وقتی خواستید قضیه تلفن مادرت رو تعریف کنی، اون دو تا کوه آتش بشان، اول اونو گفتی، بعد قضیه تلفن مادر رو تعریف کردی و بعد دوباره تعریف کردی که چجوری برگشتی اون دوتا کوه رو نگاه کردی و اون دوتا کوه برات چه نمادی بوده از بودن روی کره زمین، از گراوندد بودن، راسخ بودن، محکم بودن، پیدا کردن. خیلی اصلا یعنی تصویرسازیت حرف نداره، مطمئنم اینا رو داری تو کتابت هم استفاده میکنی. الان که داشتی میگفتی من واقعا همچون موهای طرف سیخ سیخ مونده. مرسی. من این روزا با یه صدایی که من کافی نیستم، حالا الان خیلی بهتر شده، ولی میگم حالا همین وصل شدم به آدم ها کمکم میکنه، ولی اصلا باورم نمیشه حرفاتون، چون خودم به خودم این چیزا رو نمیگم دیگه به هیچ وجه. آفکورت ما میتونیم بدترین خودمون و بهترین خواهش میکنم. ببین برو اگه میتونی برو توی پادکست من لام تا کلام اپیزود وادل سرزنشگر رو گوش کن. ملیکای عزیزم یک دنیا ازت متشکرم، واقعا بگم قلبم پر از نور شد، خوشحالم اول صبح این کارو کردیم، الان من فرش میرم دنیا رو فتح می‌کنم. مرسی از شما که دعوتم کردین، مرسی از انرژی خوبتون، مرسی از شما رو که میگی من احساس میکنم با مامون بزرگ. نه نه من خاطر احترامی که براتون قائلم میگم، قربونت برم، ما در همون بار با همون تو بگو. و اینی که قول دادی، قول دادی یه بار دیگه میای، احتمالا هم موقع که لانچ بون کتابت بود میام قشنگ با هم رو دوش. مرسی، ممنونم، حتما حتما. مرسی، میبوسمت، ممنونم، روی زیبات، ممنونم، خدا حافظ.